بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی، خصوصا هموطنان عزیز ساکن ایران و هاکذا فارسی زبانانی که در هر کجای عالم هستید. توفیقی است که بار دیگه خدمت شما میرسم با بحث دیگری. عنوان بحث امروز: از ملاک مسلمانی تا مؤلفه های اسلام، تفاوت بنیادی تکفیر با نقد ساختاری است. بحث ارتداد و تکفیر در اسلام دوباره در مرداد ماه جاری تحت توجه افکار عمومی قرار گرفت. یکی که بیشتر در فضای مجازی مطرح شده، اتهام تکفیرگری یکی از مسلمانان تجدید نظر طلب به این جانب در سه مطلب مورخ 3، 13 و 23 مرداد جاری بود و دیگری سوء قصد نافرجام به سلمان رشدی، نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی که در بهمن 67 به فتوای آقای خمینی محدور الدم شمرده شده بود، با ضربات کارد یک جوان آمریکایی لبنانی الاصل ظاهراً شیعه. درباره دومی، یک یادداشت در 22 مرداد و دو مصاحبه در 23 مرداد نظراتم را گفتم. در مورد نخست، در ضمن یک پرسش و پاسخ کوتاه با عنوان پاسخ به بهتان تکفیر در 8 مرداد واکنش نشان دادم. با گذشت چند هفته در ضمن دو درس گفتار در مورد مسئله نخست نقطه نظراتم را ارائه می کنم. درس گفتار اول که امروز برگزار می شود، عهده‌دار ارائه مبانی نظری من درباره تکفیر و ارتداد است. و درس گفتار دوم که متعاقباً برگزار خواهد شد، پاسخ صریح به سوء تفاهم‌های مسلمان تجدید نظر طلب مذکور خواهد بود. در سه بخش بهتان تکفیر، سوء تفاهم‌های درس گفتار طیف‌های جدید اسلامی در ایران معاصر، نوسنتی‌ها، بنیادگراها و تجدید نظر طلب‌ها و نیز سوء تفاهم‌های درس گفتارهای چالش اسلام و قدرت. اساره درس گفتار امروز این است که دوستانی که میخوان بحث رو دنبال بفرمان بدونن که من میخوام چی بگم. خروج از اسلام یک راه بیشتر ندارد و آن این است که خود فرد بگوید از امروز دیگر من مسلمان نیستم. ارتداد و تکفیر با دلالت تزمنی و التزامی اثبات نمیشود. ملاک مسلمانی بحثی فقهی است و محصول آن اسلام ظاهری است. مؤلفه‌های اسلام بحثی الهیاتی است و محصول آن تقرب به اسلام واقعی است. همچنان که همه امور دینی بدون هیچ خط قرمزی قابل بحثند، نقد علمی ساختاری مباحث منتسب به دین هم بدون هیچ محدودیتی مجاز است. این منطق آزادی بیان می باشد. لازم به ذکر است اگرچه 8 سال قبل کتابی الکترونیکی با عنوان مجازات ارتداد و آزادی مذهب، نقد مجازات ارتداد و سب النبی با موازین فقه استدلالی منتشر کردم، اما محور آن بر جرم زدائی از ارتداد بود. اما مباحث این درس گفتار تکرار مطالب کتاب مذکور نیست و اغلب قریب به اتفاق آنها کاملا جدید است. فارغ از بدخلاقی ها و خشونت گفتاری صورت گرفته که هرگز به آنها پاسخ داده نخواهد شد، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این مباحث بیاری خدا به تقویت بنیانهای نواندیشی دینی کمک خواهد کرد و باید آنها را به فال نیک گرفت. پیشنویس این درس گفتار چند روز قبل از ارائه در اختیار 18 نفر از فضلای حوزه علمی قم، اساتید مطالعات اسلامی دانشگاه‌های آمریکا و ایران و تنی چند از نواندیشان دینی قرار گرفت.
بسیاری از آنها با تذکرات و توصیه های ارزنده خود بر غنای بحث افزودند. حتی دو نفر از ایشان بزرگوارانه ویرایش درس گفتار را هم متقبل شدند. به دلایلی که افتاد و دانی از ذکر نام آنها معذورم. از محبت تک تک این 18 نفر صمیمانه تشکر می کنم. البته مسئولیت کامل این درس گفتار به عهده این جانب است. درس گفتار امروز بحث‌های تخصصی در علوم فقه و کلام است. اگرچه کوشیدم تا حد ممکن بحث‌ها را ساده کنم و به زبانی که برای عموم قابل فهم باشد ارائه شود، با این همه پیشاپیش از دشواری زبان بحث که بیش از این قابل ساده کردن نیست، عذرخواهی می‌کنم. برای ساده تر کردن بحث، نکات اصلی به بیانهای مختلف به عبارت دیگر و مانند آن عرضه شده است. این بیانهای مختلف در بدو نظر ممکن است تکرار به نظر برسد، اما برای فهم بیشتر مطلب چاره از آن نبوده است. لطفاً تحمل کنید. 6 جمع‌بندی در پایان مبحث‌ها و بخش‌ها به خواننده و شنونده کمک می‌کند تا به نکات اصلی بیشتر توجه کند. با توجه به عدم رعایت حقوق معنوی ویدئوها و مقالات قبلی این جانب به اطلاع عموم میرسانم. تقطیع ویدئوهای این جانب نیاز به کسب اجازه از پدیدآورنده دارد. تخلف از طریق مراجع قانونی بین المللی پیگیری می شود که کمترین مجازات آن بلاک شدن صفحه سارق اثر است. بازنشر مقالات و درس گفتارهای من تنها با حفظ عنوان اصلی اثر مجاز است. حالا در پاورقی موارد را ذکر کردم که برخی هموطنان محترم چه کردند. حالا در این بیان، در این گفتار شفاهی عرض نمی کنم. این درس گفتار شامل 3 بخش به این شرح است: موازین و شواهد تکفیر و ارتداد در اسلام سنتی، منتفی بودن تکفیر و ارتداد در اسلام نواندیش، و تمایز 2 سطح بحث ملاک مسلمانی و مؤلفه های اسلام. بخش اول که طولانی ترین بخش این درس گفتار است، شامل چند مبحث خواهد بود. هر مبحث شامل چند بحث است. این درس گفتار مجموعاً 12 بحث دارد. در انتهای کلیه بخش ها و مبحث ها جمع بندی آمده است. دوستانی که حوصله مباحث دقیق فقهی و کلامی ندارند می توانند به مطالعه این جمع‌بندی‌ها اکتفا کنند. پیشاپیش از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال میکنم. این پایان مقدمه. بخش اول، موازین و شواهد تکفیر و ارتداد در اسلام سنتی. پرسش های اصلی این بخش عبارتند از اینها: در فقه سنتی تحت چه شرایطی مسلمان مرتد یا کافر می شود؟ چه شواهدی برای تحقق این شرایط لازم است؟ در صورتی که شواهد ارائه شده برای تحقق شرایط ارتداد کافی بود، چگونه حکم ارتداد شخص معین صادر می شود؟ این حکم چگونه و سوی چه کسانی صادر می شود؟ صدور حکم ارتداد یا تکفیر چه تبعات کیفری، مدنی و حقوقی دارد؟ به شکل خلاصه، مراحل سگانه روند حکم ارتداد عبارتند است. غالبا توی بحثای عمومی به اینها توجه نمیشه. توجه بفرمایید شما. مرحله اول فتوای ارتداد، یعنی بیان حکم کلی شرعی به صورت قضیه شرطیه. یعنی اگر فردی چنین کند یا چنان گوید، او با این شرایط مرتد می شود. اگر است، کلیست، در مورد هیچ کسی نیست. دوم، مرحله دوم، تطبیق شرایط فتوای ارتداد بر یک شخص معین از طریق گردآوری شواهد، خب یا دادگاه یا افراد دیگه، شواهدی بر کافر شدن فرد یا مرتد شدن او جمع‌آوری می کنند و به محضر دادگاه یا به محضر مفتی یا شورای فقهی که حالا باش آشنا خواهیم شد ارائه می کنند. تا اینجا هم فرد مرتد نیست. اینجا در مورد یک فرد معین است.
قبلی کلی بود. اما اینجا با اینکه در مورد فرد معین است، فرد فعلا متهم محسوب میشه و نه مرتد و نه کافر. مرحله سوم، صدور و حکم ارتداد شخص معین از سوی حاکم شرع یا دادگاه. از امروز این فرد با این مشخصات مرتد، کافر و خارج از اسلام محسوب می شود. با این مبنا، این میشه حکم ارتداد. خب، فتاوای مشهور فقه شیعه درباره ارتداد و مستندات احکام ارتداد 4 نفر، یعنی محمود محمد طه در سودان، سلمان رشدی از ایران حکم صادر شده، تبعی انگلستان بوده در زمان سوء قصد، تبعی آمریکا، نصر حامد ابو زید در مصر و رافق تقی در کشور آذربایجان به عنوان شواهد تاریخی مورد بحث قرار میگیرد. برای که بحث توی هوا صورت نگرفته باشد، 4 نفر رو انتخاب کردم که حکم ارتدادشون صادر شده. هر 3 مرحله رو در مورد اونها در این درس گفتار ارائه میکنم. تو اگر کسی ادعا میکنه که تکفیر شده، بدونه آیا شبیه این 4 نفر براش اتفاق افتاده یا نه. این لطفاً توجه کنید، اینا شواهد فرضی نیست، اینا شواهد عینی تاریخی است. این بخش شامل 3 مبحث به این شرحه: فتوای ارتداد که امر کلیه، تطبیق فتوای ارتداد بر شخص معین و مرحله گردآوری شواهد، و بالاخره صدور و حکم ارتداد شخص معین که حکم ارتداد یا تکفیر این 3 است. اون دوتا مقدمش بود. خب، مبحث اول یعنی فتوای ارتداد. مراد از فتوای ارتداد بیان شرایط دقیق فقهی خروج از اسلام به کفر است. بحث عوامانه نیست، بحث دقیق فقهی است. و کسی این حرف رو میزنه که مفتی است، فقیه است، مجتهد جامع شرایط است. این در کتب فقهی فتوایی و استدلالی فقه سنتی تبیین شده است. در این بحث شرایط کلی بیان می شود و مطلقاً از ارتداد این شخص یا تکفیر آن شخص سخنی به میان نمی آید. آشنایی دقیق با فتوای ارتداد ما را از سوء تفاهم در این باب برحذر می دارد. این مبحث شامل 2 بحثه. در بحث اول به فتاوای شاخصترین فقیهان سنتی که آرائشان مورد احترام حوزه های علمیه و مدار تدریس دروس خارج فقه شیعه است و معرف نظر مشهور در شیعه جعفری است اشاره می کنم. یعنی از اینا دیگه مهمتر و شاخصتر نداریم. اگر بخوام بگیم فقه سنتی در مورد ارتداد چی میگه، قاطعا اینا باید بگن یا گفتند. در بحث دوم به طرق اثبات و مجازات ارتداد پرداختم، باز از همین منظر شیعه جعفری. در انتهای مبحث یک جنبندی هم ارائه شده. اگرچه در بحث ارتداد و سب النبی شباهت زیادی بین فقه مذاهب اهل سنت و شیعه جعفری است، اما برای پرهیز از طولانی تر شدن از یک سو و دقت و عمق بیشتر، بحث را متمرکز بر فقه شیعه جعفری کردم. بحث مذاهب اهل سنت رو در کتابم آوردم، اینجا تکرار نمی کنم، چون بالاخره اکثر مخاطبان بر این مذهب هستند. بحث رو بر اساس مذهب مخاطبان من ارائه می کنم. خب، بحث اول، شرایط تحقق ارتداد از دیدگاه سنتی. یادمون باشد این دیدگاه، دیدگاه من نیست. مباحث رو که اینجا ذکر می کنم، این رو برای تقطیع ها عرض می کنم، این مباحث نظر بنده نیست، این نظرها رو دارم روایت میکنم. این بحث شامل 4 نکته است. نکته اول، ارتداد در اصطلاح فقه سنتی کفر بعد از اسلام با قول یا فعل است. مراد از کفر انکار آن اموری است که تصدیق و اقرار به آنها شرعا واجب است. مثلا انکار وجود خدا یا توحید، یا انکار رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. از حیث حکم تکلیفی در فقه سنتی ارتداد حرام است و از جمله بزرگترین گناهان، اکبر کبائر و زشت‌ترین انواع کفر محسوب می شود.
همه فقها اتفاق نظر دارند که کفر بعد از اسلام موجب ارتداد می شود یا خود ارتداد است. ضابطه کفر این هاست. در فقه سنتی ضابطه کفر این هاست. اول، انکار خداوند یا برخی صفات قطعی خدا. دوم، انکار نبوت یا رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. سوم، انکار برخی از آنچه ایشان آورده است یا انکار ضروریات دین. این امور مورد اتفاق دو امر اول مورد اتفاق همه فقه هاست. بحث مورد سوم هم با قیودی مورد اتفاق همه آنهاست. از باب نمونه به یک مورد اشاره میکنم که یک مورد خیلی مورد جامعه است. نظر سید محمد کاظم یزدی متوفای 1298 شمسی، صاحب کتاب مشهور عروت الوثقی، مشهورترین کتاب فتوای فقه شیعه در دوران ما. یعنی هر که میخواد ادعای مرجعیت کنه باید فتاوای خودش رو بر این کتاب یا مشابهات این کتاب منتشر کنه تا همگان بدونن ایشون صاحب صلاحیت فتوا هست. حالا ببینیم سید صاحب عروه چی گفته. عبارت عربیش رو میخونم، عبارت بلافاصله ترجمه فارسی میکنم. المراد بالکافر من کان منکرن للالوهیه او التوحید او الرساله او ضروریان من ضروریات الدین مع الالتفات الى کونه ضروریان به حیث یرج و انکاره الى انکار رساله. خب آدرسش هم اینجا نوشتم. به نظر صاحب عروه کفر بعد از اسلام با یکی از این سه امر محقق می شود. اول، انکار الوهیت یا توحید. دوم، انکار رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. سوم، انکار ضروری دین. توجه کنید، به شرط التفات به ضروری بودن آن به نحوی که انکار آن به انکار رسالت برگردد. این دو قید فقیه سنتی داره میگه. دوباره دو قید رو میخونم، به شرط التفات به ضروری بودن آن. کی ضروری بدونه؟ فقیه؟ نه، همون فردی که متهم است به خروج از دین، اون این را ضروری بداند. در عین اینکه ضروری میدونه بگه من قبول ندارم و بدونه که انکار این امر به انکار نبوت برمیگرده. پس اگه گفت نه من این را انکار میکنم لا هرچه هست اما به نبوت قائلم، باز هنوز ارتداد محقق نشده. این نظر کیست؟ سید صاحب عروه. خب این نکته اولم بود. نکته دوم، در چند امر فرعی بین فقهای سنتی اختلاف و گفتگوست. یکی این که مراد از ضروری دین چیست. خود من در کتاب حکومت ولایی درباره ضروری دین بحث کردم، دوستان میتونن مراجعه کنن. دیگر این که آیا در تحقق ارتداد علم متهم به ارتداد به ضروری بودن چیزی که انکار کرده شرط است یا نه. چون نوعاً مردم غیر افراد غیر متخصص فکر میکنن هر که هر چیزی گفت که مطابق میلشون نبود این فرد خارج از اسلامه، به اصطلاح تکفیر عوامانه، حکم تکفیر عوامانه صادر میکنن. اینجا پرسیده شده آیا علم متهم به ارتداد به ضروری بودن چیزی که انکار کرده شرط یا نه. دیدیم سید صاحب عروه شرط دونسته بود. اکثر قریب به اتفاق مراجع زمان ما که حاشیه بر عروه دادن هم مثل ایشون هستن، یعنی اونام شرط میدونن و با این خیلی افرادی که متهم به ارتدادن اصلا به لحاظ فقهی مرتد محسوب نمیشن، کافر محسوب نمیشن. سوم این که آیا انکار ضروری دین سبب مستقلی برای ارتداد است؟ در نتیجه ارتداد سه سبب دارد: انکار توحید، انکار نبوت، انکار ضروری دین. یا نه، انکار ضروری دین فقط زمانی منجر به ارتداد می شود که به انکار نبوت برگردد. در نتیجه انکار ارتداد دو سبب بیشتر ندارد، یکی انکار توحید، یکی انکار نبوت. و سلام.
در مورد پرسش اول گفته شده که ضروری دین امری است که در نزد مسلمانان بدیهی و مسلم محسوب می شود بدون این که نیازی به استدلال و برهان داشته باشد، از قبیل وجوب نماز، وجوب روزه ماه رمضان، وجوب زکات و حرمت نوشیدن مشروبات الکلی. اینا رو گفتن امور ضروری. خب میدونید اینا همه قبول دارن که اینا ضروری دین هست، ولی یه بحثای دیگری مطرح میشه، مثلا آیا حجاب، مو پوشاندن موی سر زن، این ضروری دین هست یا ضروری دین نیست؟ خب اونا دیگه اینجا این بحثای دیگری است. حالا من در بحث حجابم به تفصیل در این زمینه صحبت کردم، گفتم نخه. در مورد اینم نکته دوم، حالا نکته سوم. در مورد پرسش دوم، قول مشهور در میان فقهای سنتی این است که انکار ضروری زمانی منجر به ارتداد می شود که انکار کننده یقین داشته باشد که فلان امر ضروری دین است و متدینین هم با آن معامله ضروری می کنند، با این همه آن را انکار می کند. ببینید چقدر محکم. یعنی آقایی که داره انکار می کنه بیاد بگه که آقا اینو من میدونم ضروری دینه، مطمئنم، میبینم که همه مسلمان های ضروری دین میدونن، با این همه بنده انکار میکنم. این قید خیلی قید مهمیست. خب اما اگر شخصی نمیداند که فلان امر ضروری دین است، انکار او ارتداد محسوب نمیشود. یا فردی که میاد استدلال میکنه میگه به نظر من این امر ضروری دین نیست، من به نبوت قائلم اما این امر ضروری اسلام نیست، این فرد مرتد نمیشه. اما اگر شخصی نمیداند، خب واضح است که اگر فردی به موضوع حکم شرعی یا به خود حکم شرعی جاهل باشد، انکارش موجب ارتداد نمیشود. به علاوه اگر کسی به دلیل شبهه‌ای که برایش پیدا شده ضروری دین یا دو اصل اصلی اسلام، اساسی اسلام یعنی توحید نبوت را انکار کند، اما به دلیل یک شبهه و این شبهه نزد عقلا محتمل به نظر برسد، یعنی عقلا بگن این شبهه شبهه علمیه، از روی هوای نفس ذکر نشده، واقعا بحث جای بحث داره، خب تا زمان رفع شبهه چون این فردی مرتد محسوب نمی شود حتی در فقه سنت. چیز مهمی است. یعنی این که اگر کسی آمد یه بحث، این تفاوت گذاشتن به یک بحث علمی و شهوت عملی است. اگر یک کسی به شکل علمی آمد یک اشکال رو در توحید مطرح کرد، در وجود خدا مطرح کرد، در نبوت پیامبر اسلام مطرح کرد و همه اینها، ولی احراز میشه که این بحث علمی داره میکنه، شبهه علمی داره، عقلا میگن شبهه علمی داره، این فرد مرتد محسوب نمی شود حتی در فقه سنتی. نکته چهارم و آخر این بحث، در مورد پرسش سوم، قول مشهور در میان فقهای سنتی این است که انکار ضروری با علم به ضروری بودن به شکل تعبدی سبب ارتداد نیست، بلکه تنها زمانی که انکار امر ضروری منجر به انکار نبوت شود سبب ارتداد است. کیونا رو گفته؟ محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان، وحید بهبهانی در مثابیح الظلام، محقق همدانی در مصباح الفقیه و اکثر معاصرین. اینا مهمترین فقهای سنتی ما هستن، همشون میگن این قید لازمه احراز بشه. لذا اگر کسی ضروری دین را انکار کرد در حالی که معتقد است چنین امری در شریعت اثبات نشده است، یا اگر کسی فکر کند حکم فلان امر مختص به کسانی است که آن را ضروری می‌دانند نه کسانی که چنین باوری ندارند، یا تصوراتی از این قبیل، چنین فردی حتی در فقه سنتی هم مرتد محسوب نمی‌شود. کینو گفته؟ سید محمد آل بحرالعلوم در بلغة الفقیه. بر همین مبنا شیخ اعظم مرتضی انصاری بین جاهل قاصر و جاهل مقصر فرق گذاشته در کتاب طهاره. در هر حال کسی مرتد است که جهد کند، جهد با هجیمی، یعنی با علم به ضروری بودن امری آن را انکار کند، یعنی میدونه حقیقت چیه، با اینکه میدونه حقیقت چیه بگه من منکرشم. خب چون این فردی خیلی نادره،
خیلی کمه که ما بدونیم بگیم که این آقا این خانم میدونه، میدونه واقعیت چیه، میدونه حقیقت چیه، با این همه زیرش بزنه. خب این شد بحث اول. بحث دوم، طرق اثبات و مجازات ارتداد در اسلام سنتی. نکته اول، در فقه سنتی اگرچه ارتداد برای خود شخص با اعتقاد باطنی به کفر حاصل می شود، یعنی بحث امر قلبیه، این که من کافرم یا مسلمانم، مؤمنم، من می دونم و خدای من، تا با فعل یا قول اظهار نشده باشد برای دیگران قابل کشف و اعتنا نیست. تو که نمی تونه قلب منو بخونی، خدا می دونه. سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، همون آقای گلپایگانی مشهور، تصریح کرده است، به جمله ایشون دقت بکنید، یک فقیه سنتی تمام عیار، تصریح کرده است که ملاک حکم به ارتداد و کفر، یعنی همان تکفیر، اظهار صریح خروج از اسلام یعنی ارتداد و بر زبان راندن کلمه کفر به شکل آشکار یا انجام امری است که شرعاً خروج شخص از اسلام را اثبات می کند. کجا گفته؟ نتایج الافکار فی نجاست الکفار، تقریر ابحاث سید گلپایگانی به قلم علی کریمی جهرمی. این مهمترین تقریرات بحث آقای گلپایگانی در بحث تکفیر و ارتداد، فقیه تمام عیار سنتی. حالا چی گفته؟ ارتداد قولی، اینا رو توضیح دادم، حالا توضیحش، ارتداد قولی وقتی اتفاق می افتد که شخص صریحاً، دارم تفسیر حرف آقای گلپایگانی رو میکنم، صریحاً، صریحاً یعنی چی؟ یعنی به دلالت مطابقی، نه دلالت تزمونی یا التزامی. این بحث منطقیه، میگیم که وقتی کسی چیزی رو میگه یا به دلالت مطابقی این مطلب رو میرسونه یا نه، دلالت به این مطلب تلویحیست در ضمن بحثش آمده است، یا نه لازمه این گفتار این است که این فرد تکفیر شده باشد. آقای گلپایگانی میگه کافر شدن، مرتد شدن باید با دلالت مطابقی صورت بگیره. آقای الف از امروز کافر است، اما اینکه تلویحی و نمیدونم تزمونی و شبه فلان، اینا هیچ کدومش اعتبار فقهی نداره، اعتبار شرعی نداره. یکی از شاه بیت های غزل امروز من ها. خب بنابراین با ارتداد قولی و وقتی اتفاق می افتد که سخن شخص صریحاً، یعنی با دلالت مطابقی، نه به دلالت تزمونی یا التزامی، بر جهد و هجمی، یعنی بر انکار امری با علم به حقانیت آن، بر انکار ضروریات دین یا اعتقاد به آنچه که اعتقادش در دین به ضرور حرام است دلالت کند، مانند انکار صریح وجود خدا، انکار صریح پیامبران الهی، تکذیب صریح پیامبر اسلام، تکذیب صریح معاد و مانند آن. اینو کی گفته؟ محقق اردبیلی در مجموع الفائده، فاضل هندی در کشف اللسان، محمد حسن نجفی در جواهر، جواهر الکلام. خب اینا استوانه های فقه شیعه هستن. وقتی میخوان بگن کسی کافر شده، باید این امور اتفاق بیفته. همچنین اگر شخصی به جای اظهار زبانی اقوال پیشگفته را به صراحت بنویسد، ارتداد محقق می شود، چرا که میان بر زبان راندن و کتابت با رعایت جامع شرایط پیشگفته ایش تفاوتی نیست. سید عبدالعلا سبزواری مهذب الاحکام، از فقهای بزرگی بود که زمانی که وفات پیدا کردن من طلبه بودم در حوزه علمیه. خب امیدوارم این نکته رو از آقای گلپایگانی و دیگران متوجه شده باشیم. حالا به این بر می کردم، نکته اول. نکته دوم، در فقه سنتی ارتداد به چند طریق اثبات می شود. یکی با بیانه. بیانه یعنی چی؟ یعنی دو شاهد عادل مذکر. بسخواهی می کنم این فقه دیدگاه فقه سنتی است، نه دیدگاه بنده. همه جاش باید بگم تا کسی توهم نکنه بعد وقتی ویدیو تقطی شدش اومد نیام بگن که آقا فلانی اینو گفت.
چرا که ارتداد در زمره حق الله است و با شهادت زنان چه منفرد چه منزمن به مردان قابل اثبات نیست، که من قبول ندارم. شهادت شاهدان باید به دقت، شهادت شاهدان باید به تفصیل و اشاره به جزئیات باشد و شهادت کلی مسموع نیست. آقا ما دیدیم که این آقا منکر همه چیز شد. نه خیر، باید دقیقاً بیای با تفصیل و جزئیات اینا رو در محضر فقیه یا محضر دادگاه بگو. دیگری اقرار خود فرد بر خروج از اسلام. واضح است که اقراری معتبر است که با اختیار کامل بدون هر گونه اکراه و اجبار صورت گرفته باشد. پس از محرز شدن ارتداد فرد و اطمینان از خالی بودن مورد از شبهه، همون شبهه عقلایی، و اطلاع وی از اساس دین و ضروریات آن و مسلم بودن انکار وی بر اساس جهل و نه جهل و شبهه، با این همه قیود تریلی قید، احکام مرتد بر وی جاری می شود. این میشه نکته دوم. نکته سوم، در فقه سنتی در مورد مرتد فطری، یعنی کسی که در زمان انعقاد نطفه‌اش والدینش مسلمان بودند و پس از بلوغ کافر شده باشد، اگر مرد باشد اعدام می شود، ازدواج او فسخ می شود، همسرش بر او حرام شده، باید عده وفات بگیرد چون مرتد در حکم مرده است در این دیدگاه، و اموالش در زمان حیاتش چون فرد مرده محسوب می شود بین وارثانش تقسیم می شود. در مورد پذیرش توبه مرتد فطری مرد دیدگاه های متعددی وجود دارد. حالا دیگه وارد جزئیات نمیشه. مرتد ملی یعنی کسی که در زمان انعقاد نطفه والدینش مسلمان نبودند و پس از بلوغ مسلمان و سپس کافر شده، اگر مرد باشد حداقل 3 روز به او مهلت توبه داده می شود. اگر حاضر به توبه نشد اعدام می شود، ازدواجش فسخ می شود، اما اموالش صرفاً با مرگش منتقل به ورثه می شود. زن، چه مرتد فطری چه مرتد ملی، حبس ابد می شود. در معیشت آب، غذا و پوشاک بر او سخت می گیرند تا بلکه توبه کند. از جمله در اوقات نماز 5 گانه او را تازیانه می زنند. اگر توبه کرد رها می شود. در صورتی که متأهل باشد، اگر قبل از تمام شدن عده توبه کند، زوجیتش باقی میماند، اموالش هم با مرگ به ورثه منتقل می شود. من در کتاب خودم یک این احکام را نقد کردم و اثبات کردم هیچ کدامش نه در قرآن مستندی دارد نه در سنت معتبر رسول الله. خب نکته آخر این بحث، در فقه سنتی این چیز مهمی است، متولی اجرای احکام کیفری مذکور خصوصا اعدام در فقه سنتی امام علیه السلام، نایب خاص و در فقدان ایشان نایب عام امام است. خب در نظر کسانی که به این نیابت در زمان غیبت قائلند، یعنی کسایی که به اصطلاح ولایت سیاسی فقیه رو، ولایت قضایی فقیه رو قبول دارن، که بسیار فقها هم قبول ندارن، قول غیر مشهور جواز اجرای احکام مذکور از جمله اعدام برای همگان است. البته برخی این جواز را مشهور به عدم تقیه یا عدم مفسده کردند. اینش محدود دادن، یعنی هر که تونست مقدورش بود یه حکم را اجرا بکند. برخی نیز اجرای کلی حدود شرعی را منوط به حضور امام علیه السلام دانستند، یعنی در زمان غیبت قائل به توقف اجرای حدود شدند. خب اینا را من تو کتابم همه توضیح دادم و اشکالاتش هم گفتم، به خصوص اشکال اون که این حکم رو به دست اجراش رو به دست همگان بگذاریم، یعنی محدور الدم رو من به طور مطلق نفی کردم. اصلا نمیشود در مورد هیچ چیز، نه سب و نبی، نه ارتداد و نه هیچ مجازات دیگه، هیچ جرم دیگری اون رو پذیرفت. خب در مورد این که مجازات مرتد حد است یا تعزیر، دو قول بین فقها وجود دارد. حکم ارتداد گروهی مشابه حکم ارتداد فردی است. قدیما میبودن طایفه‌ای، قبیله‌ای مرتد میشدن یا مسلمان میشدن، به این لحاظ گفته شده، مال یک فضای دیگه است. خب مبحث اول تمام شد. همونطور که وعده داده بودم یه جمع‌بندی، حالا این جمع‌بندی برای دوستانی که احیانا متوجه اون نکات نشدن، نکات اصلی رو ذکر میکنم، کمی تکرار به نظر برسه ولی فکر میکنم برای فهم مطلب مفید باشه. 1. در اسلام سنتی کافر شدن مسلمان یا ارتداد با یکی از این دو انکار یا هر دو صورت می گیرد، انکار خدا یا توحید،
انکار پیامبری محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله. همین دوتا. دو، انکار ضروری دین با دو شرط باعث ارتداد می شود. در فقه سنتی داریم بحث می کنیم. یکی این که این انکار به انکار رسالت پیامبر منجر شود. دوم این انکار کننده به ضروری بودن آن امر علم داشته باشد. بنابراین اولا انکار ضروری دین مستقل از انکار رسالت نیست و از فروع آن است. ثانیا فردی که امری را انکار می کند که مسلمانان ضروری می دانند اما خود این امر را ضروری نمی داند، مرتد محسوب نمی شود حتی در فقه سنتی. سه، اگر انکار توحید یا نبوت و به تبع نبوت انکار ضروری دین به خاطر شبهه عقلایی باشد که برای فرد پیش آمده، تا وقتی که شبهه رفع نشود فرد مرتد محسوب نمی شود. به عبارت دیگر شبهه علمی عقلایی به ارتداد منجر نمی شود. خب چهار، نسبت دادن ارتداد به شخص یا تکفیر کردن او متوقف بر اظهار صریح آن شخص به خروج از اسلام با دلالت مطابقی با انجام یا انجام فعلی معادل آن است. بنابراین با استناد به دلالت تضمنی یا التزامی گفته‌ها یا نوشته‌های کسی نمیتوان او را مرتد یا کافر دانست یا تکفیر کرد. اینا مسلمات فقه سنتی شیعه است. اگر کسی میخواد دیگری رو به تکفیرگری متهم بکنه، اینا رو باید توجه داشته باشه بهش. نکته ششم، فردی که شواهد و مدارک کافی برای خروج از اسلام در دست باشد و محرز باشد که کافر شدن او بر اساس شبهه علمی عقلایی نبوده بلکه به خاطر جهد و شهوت عملی بوده، یعنی با علم به مؤلفه‌های اساسی اسلام و با آگاهی کامل به ضروریات آن کفر را بر اسلام برگزیده است، شرعاً مرتد محسوب می شود در فقه سنت. هفت، آثار ارتداد این هاست در فقه سنت. این همه رو باید ذکر بکنم که توهم نشود بنده دارم حرفای خودم رو می زنم. اینجا روایتگر هستم. مرتد فطری مرد اعدام می شود، ازدواجش فسخ می شود، اموالش در زمان حیات به وارث منتقل می شود، در این که توبهش در ظاهر پذیرفته می شود یا نه اختلاف است. مرتد ملی مرد بعد از 3 روز استتابه یعنی طلب توبه، در صورت عدم توبه اعدام و اموالش با مرد به وارث منتقل می شود. مرتد زن به حبس ابد یا اعمال شاقه محکوم است مگر اینکه توبه کند. زن مرتد متأهل اگر قبل از تمام شدن عده توبه کند زوجیتش باقی می ماند، اموالش نیز با مرد به ورثه منتقل می شود. نکته هشتم و نکته آخر از جنبندی، درباره متولی اجرای احکام مترتب بر ارتداد خصوصا اعدام در زمان غیبت، چه در تطبیق بر فرد چه در اجرای آن، 3 قول وجود دارد. بنابر قول اول فقط فقها حق دارند این احکام را اجرا کنند. قول دوم تعطیل یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت است. بنابر قول سوم برای هر کسی که مقدور باشد میتواند این احکام را اجرا کند، یعنی فرد محدور الدم است به شرطی که مفسده‌ای بر آن بار نشود. خب این پایان بحث اول که فی الواقع مباحث نظری فقه سنتی رو ما در مورد ارتداد و تکفیر و امثال هم یاد گرفت انشاءالله. اما مبحث دوم، تطبیق فتوای ارتداد بر شخص معین در فقه سنتی. این تالا اسم هیچ شخصی نبود دیگه، کلی بود. اگر کسی چنین بگوید چنان بکند با این شرایط مرتد است. در فقه سنتی فتوای ارتداد با حکم به ارتداد به شخص معین فرق دارد. فتوای ارتداد بیان حکم کلی شرعی بدون اشاره به شخص معین است. این فتوا در قالب قضیه شرطی و کلی به این شکل بیان می شود. اگر مسلمانی تحت چنین شرایطی چنین بگوید یا چنان کند مرتد است. اما احراز شرایط متعدد مذکور در این قضیه شرطیه در یک مورد خاص و تطبیق این فتوا بر شخص معین و صدور حکم ارتداد یا تکفیر کردن آن شخص یک کار تخصصی علاحده است و نیاز به مدارک معتبر دارد. هر کسی هم نمیتونه تشخیص بده که این مدارک معتبر است یا نه. آقا شما خود برید دادگاه، تا علم حقوق ندانی که قاضی به حرفت گوش نمیکنه. خب تو فقه هم همین جوریه. در این مرحله جالب اینجاست که تو مسائل حقوقی حقوقدان لازم اظهار نظر بکنه، اما تو مسائل فقهی همه الحمدلله
صلاحیت دارن، هیچ فقیه لازم نیست. در این مرحله، حتی تو به فقه سنتی دارم صحبت میکنم، در این مرحله فتوای ارتداد بر شخص معین تطبیق میشود و کوشیده میشود شواهد گردآوری شود داله بر این که فرد خاصی منکر توحید یا وجود خدا شده یا منکر رسالت پیامبر شده است یا یکی از ضروریات اسلام را با علم ضروری بودن آن و توجه به ملازمه آن با انکار نبوت منکر شده است. شواهدی که با دلالت مطابقی و یا صراحت و شفافیت انکار توحید یا نبوت از جانب شخص خاصی نشان می‌دهد، این میشه مدرک. اما حتی با در دست داشتن شواهد متعدد بر اینکه شخص معین قطعاً انکار توحید یا نبوت را بر زبان رانده یا کاری کرده که عملاً به چنین انکاری دلالت می‌کند، گوینده آن کلمات یا فاعل این چنین کارهای کافر یا مرتد محسوب نمی‌شود. تا اینجاش متهمه. اگر چنین مدارک جمع‌آوری شد تا مفتی جامع الشرایط یا شورای مفتیان یا دادگاه صالح حکم به ارتداد و تکفیر فرد مشخصی نکرده، او مرتد، کافر و خارج از اسلام محسوب نمی شود. در این مبحث که الان میخوام عرض کنم، فرایند جمع‌آوری مدارک برای صدور حکم ارتداد در مورد برخیش از شخصیت‌های مسلمان بر اساس فقه سنتی را شرح میدم. یعنی سند ارائه میکنم که آقا این 4 مورد که شاخص‌ترین مواردی است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده چجوری بوده. اگر کسی گفت منم تکفیر شدم، باید یه چیزی مثل این یاد ارائه. خب، برای اینکه بحث ملموس شود، مدارک تاریخی که منجر به ارتداد 3 فرد مشهور شده اینجا، 4 نبود چیزی، حالا به خاطر سلمان رشدی در این زمینه چیزی نگفته بودن، مرجعی که یعنی آقای خمینی صادر کرده بودن شواهد رو نیاورده بودن، حالا بقیه شاهدا رو داره، همه اون شاهدی که هست رو برای شما آوردن. خب کیا رو ارائه میکنم؟ محمود محمد طه، نصر حامد ابوزید و رافق تقی. ببینید که اینا مدارک ارتدادشون که مطرح شده چیا بوده. خب در مورد اول، مدارک منجر به صدور حکم ارتداد محمود محمد طه. خب برای دوستانی که محمود محمد طه رو نمیشناسن، این رو من در مقدمه کتاب انگلیسیم، تو فارسی نیست، توی کتاب انگلیسی مفصل بحث کردم، حدود 20 صفحه تمام آثارش رو خوندم، تلخیص کردم، کتابم که در موردش نوشته شده تلخیص کردم. عبدالله احمد النعیم شاگرد ایشون هست و ایشون مهندس بوده، صوفی بوده، هیچ مطالعات اسلامی نداشته، اما یک حزب داشته به نام حزب جمهوری در سودان و کتاب‌های متعددی در مورد اسلام نوشته و بسیار فرد به اصطلاح کاریزماتیکی در بین پیروانش محسوب می شده. گزیده بیانیه علمای سودان در سال 1968 حاوی دلایل ارتداد محمود محمد طه ارائه شده به دادگاه عالی شریعت خارتوم در سودان، مجمع البحوث در الازهر قاهره و رابطه العالم الاسلامی در مکه. یعنی اینها این مدارک رو به این 3 مرجع فرستادن، یکیش فرستادن به دادگاه شریعت در سودان، پایتخت سودان، یکیش فرستادن به الازهر به خاطر که بزرگترین مرکز اسلام اهل سنت در جهان هست، یکیش هم فرستادن به رابطه العالم الاسلامی، اونم باز ادعای رهبری جهان اسلام دارن. به هر 3 تا رو اینا فرستادن. 14 بنده که حالا به دلیل وقت من نمیخونم، اینا رو اجازه بدید توی متن کتبی ملاحظه بکنید که یک به یک من اینا رو ترجمه کردم با دقت که اینها چی گفتند. بالاخره جمع گردآورندش علمای سودان بودن، به اصطلاح فقهای سودان بودن. اینا رو جمع کردن که به این دلایل این فرد مرتد محسوب میشه. مثلا ذکر کرده که آقا احکام شرعی قرن 7 میلادی به درد اجرا در قرن 20 میلادی نمیخورد. گفتم بفرمایید، بس این فرد مرتد است. قرن 7 یعنی قرن اول میلادی، قرن اول هجری، قرن 7 میلادی یعنی قرن اول هجری، قرن 20 هم زمانی که این حرفای کتاباش منتشر شده است. ایشون قائل بوده که اسلام 2 رسالت داره، یک رسالت در مکه بوده، یک رسالت در مدینه بوده. ایشون معکوس میگه ما باید اسلام مکه رو امروز پیاده کنیم، نه اسلام مدینه رو، چون اسلام مدینه پر از احکام فقهیست، چه آیاتش چه روایاتش. بنابراین اسلام مکه
آیات مکی، آیات مدنی که بعد از خودش اومده را نسخ میکنه، بهش میگن نسخ معکوس. این حرف آقای محمود طاهاست و به این دلایل و اکثر به اصطلاح این شواهد هم از کتاب الرسالت الثانیه هست، یعنی رسالت دوم. مراد از رسالت دوم رسالت پیامبر در مکه است که به نظرشون کلیست و جاودانه است، برای همیشه است، ولی رسالتش در مدینه که بعداً اتفاق افتاده، میگه این به خاطر شرایط زمانی مکانی بوده، چون حکومت داشته به درد همون زمان میخوره و از این قبیل. حالا موارد یکی یکی نوشتن. بعد میگه که ادعا کردن که او میخواد همه ارکان اسلام رو جمع بکند و متصل بشه. فرد وقتی متصل به خدا میشه دیگه واجباتی نیست، از اون چیزایی که مثلا به بعضی از صوفیه نسبت میدن. متهمش کردن که ایشون داره کمونیسم رو کمونیسم رو داره ترویج میکنه، برای که حالا دقیق ایشون تا حدود افکار سوسیالیستی داشته به جای خودش هست. از جمله چیزایی که ایشون انکار کرده میگه که مثلا ما چیزی به نام طلاق نداریم، انکار میکنه، یا چیزی به نام حجاب نداریم. حالا یکی یکی اینا رو گفتن. متهمش کردن که این میخواد دعوت به اختلاط زن و مرد میکرده، دعوت به کشف حجاب میکرده، که مقصودش هم ترویج برهنگی بوده، که خب قطعا دروغ میگفتن. بعد مواردی رو که به اصطلاح دلالت بر این میکنه با قید صفحه از کتاباش آوردن. خلاصه حالا من اینا رو دیگه نوشتم، اونایی که دوست دارن میتونن برن سراغ اینا رو بخونن. حتی یکی از مواردش گفتن ایشون منزلت روحانیون رو کاسته، به اونها اهانت کرده تو فلان کتابش، که اسم کتابش هم آوردن، به صحابه فهم صحابه رو مورد تخطیه قرار داده، خودش اومده فهم دیگری کرده، رضا به صحابه مثلا توهین شده است از منظر اهل سنت. بعد انتهاش نوشتن که من این موارد رو نمیخونم، 13 مورد اینجا نوشتم، گفتم 14 تا 13 مورد نوشتم. ما همه عقاید آنها، همین آقای علمای سودان گفتن، که تبلیغ میکند گردآوری کرده ایم، آنها را محدود به این عقاید یافتیم و او عقیده دیگری غیر از موارد مشار الیه ندارد و آنها را اسلام جدید بر اساس اصول قرآن یا سنت پیامبر که خود با آنها عمل کرده دانسته است. بعد این تموم شد. حالا من نوشتم اینها مدارکی است برای ارتداد و تکفیر محمود محمد طاها، گردآوری شده و به محکمه شرع یا شورای فقها در خارتوم، قاهره و مکه ارسال شده است. در این مرحله هنوز طاها شرعا مرتد محسوب نمی شود، زیرا محکمه یا فقیه حکم ارتداد و تکفیر او نکرده است. او در این مرحله صرفا متهم به ارتداد و کفر است، نه بیشتر. خب این بحث که حالا بسیارش هم نخوندم به خاطر حفظ وقت که بتونم حرف اصلیم رو بزنم. بحث چهارم، مدارک تکفیر منجر به صدور حکم ارتداد نصر حامد ابو زید. من هم در این درس گفتار هم در درس گفتار بعدیم در مورد نصر حامد ابو زید خیلی حرف دارم، کل تحقیقات مفصلی کردم، میخوام خدمت شما عرض کنم، اما بخش اولش اینجا هم ذکر میکنم. در حکم دادگاه بدوی و تجدید نظر احوال شخصیه که به ترتیب در سالهای 1993 و 1994 در شهر جیزه مصر تشکیل شد، این امور به عنوان مدارک کفر ابو زید توسط همکاران دانشگاهیش، تأکید همکاران دانشگاهیش، به دادگاه ارائه شد. خلاصی آنها به شرح زیر است. حالا تو پرانتز برای شما عرض بکنم، این ابو زید بیچاره تو وضع زندگیش تو مصر بسیار خراب بوده، یعنی وضع زندگی همه خراب بوده. نوشته من با حقوق استادیاری دانشگاه حتی نمیتونستم اجاره یه آپارتمان رو بدم، تقاضای ارتقا کردم که بشم استاد تمام در دانشگاه قاهره. مدارکش فرستاده، حالا که اسم کتاباش هم میخونیم، بعد دو تا تایید کردن، سومی گفته آقای اصلا قابل ارتقا نیست، کافر مرتده. حالا یک چیزی هم پشت سر این بوده که اینو بذارم من جلسه دیگه برای شما بگم. مدرک اول، پیرامون مطالب منتشر شده در کتابی تحت عنوان، این کتابو ابو زید نوشته، الامام الشافعی و تعفیف الایدئولوژیه الوسطیه، امام شافعی که از ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت و تأسیس ایدئولوژی حد وسط یعنی معتدل، دکتر محمد بلتاجی حسن استاد فقه و اصول و ریاست دانشکده دارالعلوم دانشگاه قاهره، گزارشی پیرامون این کتاب به دادگاه ارائه کرده و در ابتدای آن ذکر کرده که میتوان خلاصه محتوای این کتاب را در این دو امر بیان کرد:
نخست دشمنی شدید با قرآن و سنت و دعوت به رد و نادیده گرفتن آنچه که قرآن و سنت آوردن. دوم جهالت های انباشته شده در موضوعات فقهی و اصولی. نکته دوم، از همین دارم مدارک علیه ابوزید را میگم که در رفع دادگاه. ابوزید کتابی تحت عنوان مفهوم النفس دراستون فی علوم القرآن منتشر کرد. این کتاب خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، با این عنوان میگم عنوان معرفی میکنم که برید مطالعه کنید. معنای متن، پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه مرتضی کریمی نیا. این کتاب را در سال دوم رشته زبان عربی در دانشکده ادبیات تدریس میکنند خود ابوزید. این کتاب درسی بود. این کتاب شامل مطالب بسیاری است که علما آن را کفر میدانند و صاحب آن را از اسلام خارج میکند. این امر مستند، یعنی که کفر و ارتداد اینها، مستند به گزارشی است که دکتر اسماعیل سالم عبدالعال استادیار فقه تطبیقی دانشکده دارالعلوم دانشگاه قاهره در مقالهش درباره این کتاب ذکر کرده و در دادخواست بیان کرده است. یعنی اولی رئیس دانشکده، دومی هم عضو همون دانشکده، هر کدومشون اومدن در مورد یکی از کتاباش گردآوری کردن که این موارد مثلا با چیز مخالف است، با اسلام مخالف است و داله بر تکفیرش میشه. نکته سوم، دلیل سوم، با توجه به واقعیت آثار و پژوهش‌های مدعا علیه، بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان وی را به کفر صریح توصیف کردند. از جمله آنچه که در روزنامه‌های الاحرام، الاخبار، الشعب و الحقیقه در مصر منتشر شده، قاهره منتشر شده. شماراش هم نوشتن تو تحت دادخواست. بنابراین بر این اساس اینا مدارکی است که برای تکفیر آقای ابوزید به دادگاه شهر جزه مصر، دادگاه احوال شخصی ارائه شد. اینا رو از کتاب خود آقای ابوزید از تفکیر فی زمن تکفیر نقل میکنم، یعنی خودش اینا رو تو کتابش رو. خب بحث پنجم و آخرین بحث قسمت، مدارک تکفیر منجر به صدور حکم ارتداد رافق تقی. خب این یکی شیعه، اون دوتا سنی، یکی شیعه. ببینید که کلنا ملا قولی. حضور محترم مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی دام عزه. با سلام، اخیراً یکی از روزنامه‌های جمهوری آذربایجان به نام صنعت مقاله رافق تقی، روزنامه نگار مرتد آذری را در صفحات خود درج نموده است که مورد خشم و غضب مسلمانان منطقه قرار گرفته است. همین مقاله همراه با ترجمه خدمتتان تقدیم می‌گردد. نویسنده مقاله با تحلیلی میکوشد اروپا و دین او را، دین آن را که مسیحیت است، از هر لحاظ برتر و خاورمیانه و دین آن را که اسلام است از هر جهت پست و بی‌ارزش نشان بدهد. او در قسمتی از مقاله به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله با کلمات ناپسندیده و نالایق توهین کرده و تمامی مقدسات اسلام را به تمسخر گرفته و در پایان مقاله اعلام کرده است که همه این مطالب را آگاهانه و از روی عمد نوشته است و باز هم خواهد نوشت. ضمناً همین روزنامه بارها مقدسات اسلام را مورد هجوم و تحقیر قرار داده، حتی در چند شماره خود کتاب منفور آیات شیطانی سلمان رشدی را هم منتشر کرده است. سوال در انتهای این پاسخ اینه: وظیفه مسلمانان در قبال این امر غیر قابل تحمل چیست؟ مقلدین حضرت عالی از آذربایجان، البته کشور آذربایجان، نه استان آذربایجان ایران. خب این پایان این همه مدارکی که برای این ارتداد رافق تقی بود همین بود که عرض کردم. اگرچه نویسندگان این نامه رافق تقی را مرتد خطاب کردند، او تا اینجا شرعا از جانب متدینان نه از جانب فقها متهم به ارتداد شده است. در حقیقت در این مرحله تکفیر عوامانه شده است. آنها خواستار تکفیر شرعی یا فقهی او شدند. خب این مبحث تمام شد، جمع‌آوریش. حالا جمع‌آوری رو چون من بحث چیزام نخوندم برای شما، بحث محمود محمد طارم نخوندم، به این جمع‌آوری دقت بفرمایید. یک، دومین مرحله روند حکم تکفیر گردآوری شواهد دال بر خروج فرد از اسلام و کفرگویی او برای تطبیق فتوای ارتداد بر شخص معین است. اینکه شواهد بر کفر و ارتداد فرد دلالت می کند یا نه کار تخصصی است. در مرحله گردآوری شواهد ارتداد، شخص معین صرفاً متهم به ارتداد است و هنوز مرتد محسوب نمی شود. دوم،
برای ملموس شدن مرحله دوم مدارک گردآوری شده منجر به صدور حکم ارتداد سه فرد مشهور ارائه شده است: محمود محمد طاها در سودان، نصر حامد ابوزید در مصر و رافق تقی در کشور آذربایجان. سه، گردآورنده مدارک ارتداد محمود محمد طاها یک تشکل دینی در خارتوم در سال 1968 بوده است، علمای سودان. این مدارک به سه مرجع عالی ارسال شد: دادگاه عالی شریعت خارتوم، مجمع البحوث در الازهر قاهره و رابطه العالم الاسلامی در مکه. علمای سودان 13 شاهد بر ارتداد طاها گردآوری کرده بودند. اکثر آنها برگرفته از کتاب مشهور وی الرساله الثانیه بود. چهارم، گردآورنده مدارک ارتداد نصر حامد ابوزید همکاران او در دانشگاه قاهره بودند که درباره دو کتاب اصلی ابوزید و مقالاتش در روزنامه‌های مصر کتاب یا مقاله نوشتند و در سال‌های 1993 و 1994 در اختیار دادگاه احوال شخصی شهر جیزه مصر قرار دادند. مدارک گردآوری شده در سه فصل و هر یک شامل بندهای متعدد مستند به آثار ابوزید بود. 5، مدارک ارتداد رافق تقی توسط مقلدین یک مرجع تقلید ایرانی در کشور آذربایجان گردآوری شده و تنها مستند آن یک مقاله رافق تقی منتشر شده در یک روزنامه محلی بوده است. مقلدان تقی را مرتد خواندند، یعنی تکفیر عوامانه، و از مرجع تقلیدشان خواستار تعیین تکلیف یا صدور حکم شرعی تکفیر و ارتداد رافق تقی شدند. ششم، به این نکته توجه بیشتری کنید. در دو مورد نخست، یعنی طاها در سودان و ابوزید در مصر، متهم و مرجع اخذ کننده مدارک اهل سنت بودند. یعنی هم متهم اهل سنت بود، هم دادگاهی که این حکم را صادر کرد. و مدارک منجر به حکم ارتداد رسما به محضر دادگاه عالی شریعت در سودان یا شورای فقها در مکه و الازهر ارائه شد. در حالی که در مورد اخیر رافق تقی که شاکی و مشتکاان و مشتکا الیه هر ستاش، اینها شیعه بودند، همگی شیعه بودند. این مدارک در قالب استفتاء مقلدان از مرجع تقلید درخواست شده است و دادگاه یا شورای رسمی فقها در کار نیست. حالا تو همون چارچوب فقه سنتی کدومش پیشرفته تره؟ که یک فرد تصمیم بگیره یا حداقل یه دادگاه یا شورا تصمیم بگیره؟ بگذاریم. مبحث ششم، صدور حکم ارتداد شخص معین. مبحث بعدی، صدور حکم ارتداد شخص معین. از منظر سنتی اگر فتوایی شرایط تحقق ارتداد را مشخص کرد، یعنی مرحله اول، و مدارک کافی برای تطبیق این فتوا بر شخص معینی گردآوری شد، یعنی مرحله دوم، آنگاه نوبت به مرحله سوم میرسد. مرحله سوم مرحله صدور حکم ارتداد برای شخص معین است. حکم برخلاف فتوا که کلی بود از دو جهت جزئی است. این خیلی اشتباه میکنن، میگه فتوای ارتداد. ببینید فتوای ارتداد کلیه. اگر میخواد این حکم اجرایی شد، حکم باشه، حکم ارتداد. خب حکم برخلاف فتوا که کلی بود از دو جهت جزئی است، یعنی یکی از حیث تطبیق فتوا بر شخص خاص و دوم از حیث زمان که از زمان صدور حکم است. علاوه بر آن با صدور حکم ارتداد و تکفیر، شخص محکوم به نظر حاکم شرع و قائلان به ولایت شرعی وی از رقعه اسلام خارج شده کافر محسوب می شود. و از همه مهمتر، با خروج شخص از رقعه اسلام اجرای احکام سگانه ارتداد بر وی مجاز می شود. اعدام در مورد مرد مرتد یا حبس ابد در مورد زن مرتد، فسخ ازدواج و انتقال اموال به وارث با تفصیلاتی که گذشت. در چارچوب دیدگاه سنتی احکام ارتداد از چهار منبع ممکن است صادر شود. دقت بفرمایید، اینا بحثای مهم امروزه. یک، محکمه عالی شرع، دادگاه عالی شریعت. دو، عالی ترین شورای فقهی در هر ناحیه. سه، ولی فقیه، یعنی فقیهی که عهده‌دار زمامداری است. چهار، هر فقیه جامع شرایط. دو مورد نخست غالبا در نزد اهل سنت اتفاق میفته، یعنی اهل سنت که همه این کشورها اکثرشون غیر از عربستان تحت استعمار بودن و الان قوانین قضاییشون عملا پیشرفته تر از فرض بکنید برخی کشورهایی است که تحت استعمار نبودن و اینا رو نپذیرفتن به هر شکل، مثل ایران. اونجا دادگاه حکم تکفیر صادر میکنه، اینجا شخص. کدومش بدتره؟ هر دوش بده، ولی کدومش بدتره؟
در مورد سوم، یعنی ولایت فقیه، مختص قائلان به نظریه ولایت سیاسی فقیه در فقه شیعه است. مورد چهارم که هر فقیه میتونه صادر بکنه حکم ارتداد رو، اختصاص به فقهای شیعه ای دارد که به ولایت عامه قضایی فقها قائلند اما به ولایت سیاسی فقیه قائل نیستند. هستن بعضیاشون، یعنی سقف ولایت فقیه قائلند این است که در امور قضایی فقیه میتونه حکم صادر کنه، نمون در سیاست میگن فقها کاری نیستن این گروه. خب ولایت، بله، حکم به ارتداد یا همون تکفیر فقهی باید صریح روشن باشد و غالبا علنا اعلام می شود. چرا گفتم غالبا؟ حالا قصه ای دارن. البته برخی از حکم محرمانه ارتداد هم دم زدند، از قبیل آنچه در قطعه‌های زنجیری ایران در سال 1177 اتفاق افتاد که من در نقد علنی فتوای محرمانه ارتداد به زندان افتادم. یعنی بنده این رو نقد کردم، گفتم این در فقه شیعه هیچ فقیه نمیتونه زیر پای این امضا بکنه. اون زمان به من چیز کرد دادگاه، گفت تو منظورتی بوده که مقام معظم رهبری این رو گفته. گفتم هر کی میخواهد باشد، حکم ارتداد اگر صادر شده برای این افرادی که شما رفتید و ترورشون کردید باید چجوری باشد؟ باید علنی بوده باشد. چرا شما محرمانه این همچه کاری کرد؟ بعد از این که من زندانم رو کشیدم اومدم بیرون، روزنامه رسالت برداشت نوشت که اینا رو همه من مدارکش رو جمع آوری کردم که آقا تو خبر نداری، حکم محرمانه ما میتونیم صادر بکنیم. خب بسیار بسیار خوب، یه سنگ رو سنگ بند نمیشه در جامعه. اینا چیزای خیلی مهمیه. حکم محرمانه ارتداد صادر میکنید بدون حق دفاع فرد؟ از کجای فقه شیعه اینا رو در آوردید؟ خب موجه این حکم نیز ضابطان قضایی حکومتی هستند. اگر کسی به مشروعیت حکومت مستقر قائل نباشد یا مرتد خارج از قلمرو تسلط حاکم شهر باشد، مرتد را محدور الدم اعلام میکند، در نتیجه هر کسی مجاز است او را به قتل برساند. در این مجال به شواهد و مدارکی از چهار حکم مشهور ارتداد، دو مورد از اهل سنت، دو مورد در مورد شیعه به ترتیب تاریخی ضمن چهار بس اینا رو ذکر میکنم. اینه اگر کسی میگه آقا تکفیر کردن، ببینی حکم ارتداد ایناست، سند شکل تاریخی ایناست. خب حالا یکی یکی ذکر میکنم. مورد اول در مورد حکم ارتداد محمود محمد طه. علمای سودان بعد از شواهدی که در مبحث قبل گزارش شد نتیجه گرفتن، این ترجمه یه مطلبش، همه اینها فریب، گمراهی و تقلب به نام دین و اهانتی بزرگ به عقاید مسلمانان است که غیر قابل مناقشه و از ضروریات دین است. مقامات مسئول اسلامی حکم به ارتداد و کفر او کردند، یعنی طه، چگونه او مدعی اسلام است در حالی که از آن خارج شده است؟ چرا میگه آقا من مسلمونم، من شهادتای نمیگفتم؟ میگه نه خیر، تو نامسلمون و باید کشته بشی. این آزادی اندیشه تلقی نمی شود، اینا نوشتن، زیرا آزادی اندیشه در امور اختلافی است در حالی که تشکیک وی در ضروریات است که در آنها اختلافی نیست. این تو تفکر اهل سنت خیلی جدیه مسئله، یعنی خلاف اجماع حرف زده. خب پایان نقل قول، احکام ارتدادی که درباره محمود محمد طه، حالا تاریخ تولد و وفاتش هم بگم، اعدامش 1909 متولد شده، 1985 اعدام شد، صادر شده است ایناست. اول محکمه عالی شرع خارتوم در تاریخ 18 ژانویه 1968، لطفا این تاریخ ها رو بهش توجه بفرمایید، به ارتداد محمود محمد طه از اسلام حکم کرد. دوم مجمع بحوث دانشگاه الازهر در نامه رسمی مورخ 5 ژوئن 1972، 4 سال بعد، به وزارت شؤون دینیه و اوقاف مصر نوشت آنچه محمود محمد طه با آن دعوت می کند کفر خالص است. یا بهش میگن حکم ارتداد. سوم رابطه العالم الاسلامی در مکه، یعنی مجموعه نمایندگان همه علمای جهان اسلام زیر بلیت عربستان سعودی، در نامه رسمی مورخ 5 ربیع الاول 1395 قمری، یعنی 19 مارس 1975، یعنی 3 سال بعد، به وزارت شؤون دینی و اوقاف، نمیدونم به مصر یا سودان، یکی از این دوتا، نوشت محمود محمد طه مرتد است و باید با اون معامله مرتدین شود. وزیرش هم گفتن مرتد در شرایط اسلامی بعد از 3 روز استتابه اعدام می شود. اونا فرقی بین ملی و فطری نمیذارن، استتابه رو در همه جا جاری میدن. چهارم
حالا غیر از سه تا جماعت علمای سودان، همونا که اون چیزا رو مدارک گردآوری کرده بودن، در تاریخ 1 اکتبر 1977 سندری را به مجلس نمایندگان سودان فرستاد تا جلو زلالت گمراهی که محمود محمد طه به نام اسلام انجام داده است بگیرد. بالاخره محمود محمد طه در تاریخ 18 ژانویه 1986، این 18 سال بعد از صدور حکم ارتدادش، به دستور جعفر نمیری رئیس جمهور وقت سودان اعدام شد. خب 18 سال بعد این اعدام شد، یعنی اینقدر قبیح بوده که اینا تاس از چه میدونم مصر و قاهره و مکه و امثال هم تایید نگرفتن همچه کاری نکردن. این یه چیز بین المللی شد. این بود بحث هشتم، حکم ارتداد سلمان رشدی که همین روزا هم زیاد در مورد صحبت شد. رشدی متولد 1947، نویسنده هندی الاصل، مسلمان زاده سنی حنفی، در زمان انتشار رمان تخیلی آیات شیطانی تبعی انگلستان بود. آقای خمینی 4 ماه قبل از درگذشتش حکم ارتداد یا سب النبی، چون اسمشو نیورده که به چه حکمی هم ایشون رو محکوم میکنم، حکم محدور و دم بودنش رو به شکل دقیق تر به این شرط صادر کرد: انا لله و انا الیه راجعون، به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام پیامبر و قرآن تنظیم چاپ و منتشر شده، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه‌ای که آنها را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. 25 بهمن 1367، مطلب را از صحیفه امام نقل کردم، جلد 21. 4 روز بعد دفتر آقای خمینی مطلبی را منتشر کرد. چرا؟ چون رئیس جمهور وقت همین آقای سیدعلی خامنه ای در مصاحبه‌ای برای تلطیف فضا گفته بود اگر این فرد توبه کند ممکن است توبهش پذیرفته شود. این شأن نزولش اونه. این رو تو کتاب ابتذال مرجعیت شیعه همه مستنداتش آوردن که ایشون چقدر اون زمان از فتاوای فقهی مطلع بوده که بعد ادعای مرجعیت کرد. حالا فتوای دفتر اینه: رسانه‌های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند، این گویندش شخص آقای خامنه‌ای است، حکم اعدام درباره او لغو می‌گردد. امام خمینی متذله فرمودند، به نقل اینم تو صحیفه امام ها، این موضوع 100% تکذیب می‌گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند. تو اعلام تو همین دفتر چیچی، همین دفتر آقای خمینی نوشته، حضرت امام اضافه فرمودند اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است که در قبال این عمل میخواهد به عنوان جایزه یا مزد عمل به او بپردازند. یعنی عملا ایشون گفت براش جایزه تعیین کنید، برای سرش جایزه تعیین کنید. بلافاصله بنیاد 15 خرداد هم جایزه تعیین کردند و الان به 3.5 میلیون دلار رسیده است سپاه و بنیاد و چیزای دیگه. خب این مطلب تمام. در حکم ولی فقیه و توزیع بعدی دفتر ایشان به واژه ارتداد اشاره نشده است. محکومیت به اعدام به جرم توهین به مقدسات به ویژه با قرینه عدم پذیرش توبه برای یک مسلمان زاده منطبق بر مرتد فطری است. به توضیح فاضل لنکرانی شاگرد آقای خمینی در مورد رافق تقی توجه کنید که الان میگم. هرچند بر صاحب النبی هم قابل تطبیق است. ضمناً چون نویسنده خارج از سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کرده، به اصطلاح فقهی میگن که در ارض عدو زندگی می‌کرده و صادر کننده حکم اعدام به او دسترسی ندارد، محدور الدم اعلام شده و برای سرش جایزه کلانی هم معین کردند. در زمان نگارش این مقاله، یعنی همین مقاله‌ای که من داشتم می‌نوشتم، سلمان رشدی که اکنون تبعه و ساکن آمریکاست،
با چندین ضربه چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت و اکنون در بیمارستان بستری است. خب اینم این. حالا بریم سراغ نصر حامد ابوزید. حکم دادگاه احوال شخصی و ولایت بر نفس شهر جیزه مصر در سال 93 با شکایت 7 نفر از جمله محمد فمید عبدالثمد علیه نصر حامد ابوزید و ابتهال یونس همسرش تشکیل شد. ابوزید تو حکم دادگاه نوشته ابوزید استادیار مطالعات اسلامی و بلاغت در زبان عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره چندین کتاب پژوهش و مقاله منتشر کرده که به نظر علمای عدول مشتمل بر کفر بوده و وی را از اسلام خارج میکند. این امر باعث میشود وی مرتد به شما راید و میبایست احکام ارتداد بنابر آنچه نهاد قضایی تشخیص داده بر وی اجرا گردد. بعد ادامه دادن تو همین حکم مشتکاً بنابر تشخیص نهاد قضایی و اجماع فقها مرتد شده است. ارتداد شرعاً به این معناست که فرد کاری کند که او را از اسلام خارج میکند، زبانی یا اعتقادی یا شکی باشد که پیرامون اسلام مطرح کند. به عنوان مثال مسائلی که علما ذکر کردند، رد چیزی از قرآن یا اعتقاد به این که حضرت محمد صلوات الله علیه در نظر اینها اهل سنت فقط برای اعراب مبعوث گردیده، با یا این که به عصت وی برای جهانیان انکار شود، یا این که معتقد شود شریعت برای اجرا در زمانه کنونی مناسب نیست، یا این که اجرای آن علت عقب ماندگی مسلمانان است، یا این که راه اصلاح مسلمانان دور انداختن احکام شریعت است. همچنین حکم شده که هر کس به شرع پیامبر توهین کند با اجماع مسلمانان مرتد شده است. ادامه میدن و بنابر گفته های مشتکاً در آثار و پژوهش های انتشار یافتهش در فضای عمومی که برخی از آنها را پیشتر ذکر کردیم، طبق فتوای علمای متخصص که این گفته ها را بررسی کردند، یعنی همون رفقای دانشگاهیش، مشتکاً به عنوان یک مسلمان رشد یافته مرتد شناخته می شود و برای مرتد دانستن وی تنها وجود یک مطلب از آنچه نوشته و منتشر شده کافی است، چه برسد به سایر گفته های وی که بنابر اجماع علما فرد را از اسلام خارج میکنند. بعد خلاصه حکم را هم نوشتن مشتکاً بنابر آنچه فقهای عدول تشخیص دادهاند مرتد است و ازدواج وی با همسرش به علت این ارتداد فسخ گردیده و میبایست فوراً این دو از هم جدا شوند تا از منکر ظاهر و عیان جلوگیری گردد. حالا بیچاره یک سال قبلش هم ازدواج کرده، یعنی 92 با خانمش ازدواج کرده، 93 دادگاهی ها کرده. شاکیان از دادگاه درخواست کردند علاوه بر حکم جدایی زوجین، مشتکاً را ملزم به پرداخت فوری هزینه ها، یعنی هزینه دادرسی و مخارج وکلای مدافع شاکیان هم بکنند، دادگاهی کارو بکنه. در تاریخ 27 ژانویه 94 دادگاه تجدید نظر تشکیل شد و درخواست جدید شاکیان در مورد هدینه ها رو رد کرد. عجب دادگاه منصفی، باز خدا بهش بیامرزه، یه جریمه نقدی برای ابوزید درست نکرد. در حکم این دادگاه این نکته هم قابل ذکر است، ابوزید مرتد شده است از نتایج فقهی و قضایی ارتداد که اجماعی است جدایی زوجین از یکدیگر است. از دیگر احکام ارتداد این است که مرتد حق ازدواج با مسلمان و غیر مسلمان را نیز ندارد، چرا که ارتداد به معنای مرگ و در مرتبه آن است. با توجه به اینکه وی مرتد شده است، ازدواجش با ابتهال یونس به استناد به این ارتداد فسخ شده است، می باید در اسرع وقت این دو از یکدیگر جدا شوند. اینا رو خود ابوزید تو کتابش از تفکیر فی زمان تکفیر نقل کرد. حالا بنده نوشتم چرا شاکیان از سه حکم ارتداد تنها فسخ ازدواج ابوزید از همسرش را درخواست کردند و اعدام یا تقسیم اموال او را درخواست نکردند؟ از سه تا حکم یک حکمش رو گرفت. جواب دادم خودم با این تحقیقاتی که کردم که حالا جلسه بعد میخوام عرض بکنم، ظاهرا چون هر یک از این احکام باید در دادگاه متفاوتی مطرح میشد و آنها صرفا در دادگاه احوال شخصی نفوذ داشتند، تو دادگاه دیگه آدم نداشتن که بتونن ابوزید رو محکوم کنن. ابوزید یک سال قبل یعنی سال 92 با ابطال یوسف استاد دپارتمان زبان فرانسه دانشگاه قاهره ازدواج کرد. خدا ایشون رو رحمت کنه، فکر کنم خانمش هنوز زنده باشه. خب بحث دهم، حکم ارتداد رافق تقی. حکم مورخ 4 آذر 1385 هموطن من و شما محمد فاضل لنکرانی در مورد رافق تقی نویسنده آذربایجانی در پاسخ به استفتای مقلدینش که قبلا گذشت، این حکم ایشون آقایش فاضل نوشته چون این شخصی چنانچه مسلمان زاده باشد با اعترافات مذکور مرتد است و چنانچه کافر بوده باشد از مصادیق صاحب النبی است و در هر صورت بر فرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد
لازم است مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقایدی را با علم و توجه منتشر می کند همین حکم را دارد. خداوند اسلام و مسلمین را از شر دشمنان حفظ فرماید. فرزند این تمام شد حکمشون. فرزند مفتی متوفا یعنی آقای فاضل به نام محمد جواد فاضل لنکرانی در تاریخ 6 آذر 1390 ضمن تبریک اینا که ذکر میکنم تو پاور توی گیومه توی اعلامیه این آقا زده است، ضمن تبریک به جهنم فرستاده شدن فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت میکرد، یاد و خاطره پدرش که فتوای محدورالدین بودن این ملحد و مرتد را صادر فرموده گرامی میدارد. من در کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب به تفصیل در این زمینه بحث کردم، یعنی اصلا اون کتاب شأن نزولش نقل همین مطالبی است که آخری که شنیدید هست، به اون کتاب میتونید مراجعه کنید. خب حکم ارتداد رافق تقی گرته برداری از حکم ارتداد سلمان رشدی توسط آقای خمینی است. فاضل رنکلاری فراموش کرده که به نظر آقای خمینی چنین حکمی از شؤون ولی فقیه است و دیگر فقها مجاز به دخالت در شؤون ولایت فقیه نیستند. یعنی کسی میتونه یقش رو بگیره، حضرت آقای فقی تو به چه حقی داری این حکم صادر میکنی؟ تو که به ولایت فقی قائلی، به حکومت اسلامی هم قائل هستی، خب اگه حکم رو صادر بکنه فقط ولی فقی صادر بکنه، تو چه کاری؟ خودش هم همین فتواش تو کتابش هم بگذار. این جنبندی مبحث سوم هم بکنم و بریم سراغ مباحث اصلیمون. جنبندی مبحث سوم: یک، حکم ارتداد از زمان مشخصی فرد معینی را خارج از اسلام اعلام کرده بر آن آثار حقوقی سگانه مترتب می شود. دوم، صادر کننده حکم ارتداد یا تکفیر در اهل سنت دادگاه شریعت یا شورای رسمی فقها در هر کشور است. صادر کننده حکم ارتداد یا تکفیر در تشیع سنتی فقیه جامع شرایط یا ولی فقیه است. سوم، حکم ارتداد یا تکفیر باید صریح و روشن باشد، یعنی با دلالت مطابقی به کافر شدن فرد مشخصی حکم کند. حکم تکفیر غالبا علنی است، اما در برخی شرایط حکم محرمانه ارتداد هم صادر می شود. چهارم، مجری حکم ارتداد ضابطان قضایی هستند. در برخی شرایط، یعنی اون شرایط یکی از دوتاست، قائل به عدم مشروعیت حکومت مستقر باشیم یا وقتی که مرتد خارج از قلمرو تسلط حاکم شهر باشد. در این صورت مرتد محدورالدم اعلام می شود و هر کسی که برایش مقدور باشد می تواند مرتد را به قتل برساند. پنجم، حکم ارتداد محمود محمد طه توسط سه نهاد مذهبی رسمی صادر شد: محکمه عالی شهر خارتوم 1968، مجمع بحوث دانشگاه الازهر 1972، رابطه العالم الاسلامی در مکه 1975 اون رو مرتد دونستن و آنچه او به آنها دعوت کرده بود رو کفر محض اعلام کردند. طه به دستور جعفر نمیری در سال 1986 اعدام شد. سلمان رشدی مؤلف کتاب آیات شیطانی، مسلمان زاده تبعی انگلستان به جرم توهین به مقدسات مسلمین، در بهمن 67 توسط آقای خمینی محدورالدم اعلام شد. توبه او رافع از حکم اعدام نیست نوشتند و برای سرش هم جایزه تعیین کردند. این حکم در مرداد ماه جاری توسط یک جوان آمریکایی لبنانی اصل لبنانی الاصل ظاهرا شیعه با چندین ضربه کارت اجرا شد و رشدی الان در بیمارستان است. هفتم، دادگاه احوال شخصی شهر جیزه مصر در سال 93، آراء منتشر شده نصر حامد ابوزید در دو کتاب و یادداشت‌هایش در روزنامه‌های مصر را به نظر علمای عدول مشتمل بر کفر دانست، به نحوی که وی را از اسلام خارج می‌کند. این نوشتند که این امر باعث می‌شود وی به مرتد به شمار آید و حکم جدایی از همسر در مورد وی لازم الاجراست. دو حکم دیگر مرتد درباره وی مسکوت گذاشته شد. ابوزید و همسرش از مصر به هلند رفتند. ابوزید در مصر به مرگ طبیعی در سال 2010 از دنیا رفت. یعنی حکومت مصر حکم دادگاه را اجرا نکرد. 8. محمد فاضل لنکرانی در آذر 1185 رافق تقی را به دلیل مقالش مرتد یا صاحب النبی و در نتیجه محدورالدم اعلام کرد. این حکم 5 سال بعد توسط یکی از مقلدان لنکرانی با ضربات متعدد کارد انجام شد. کارداجین کردن رافق تقی به دلیل جراحات وارده در اوایل آذر 1190 در بیمارستان از دنیا رفت. بر طبق رأی فقیه لنکرانی صدور این حکم، این گونه احکام از شؤون ولی فقیه است نه هر فقیه، علامت تعجب. نهم و آخر نکته این بخش، احکام ارتداد در اهل سنت که توسط دادگاه صادر می شود، متهم به ارتداد حق دفاع دارد.
احکام ارتداد در اهل سنت که توسط دادگاه صادر می شود متهم به ارتداد حق دفاع دارد. وکلای ابو زید به تفصیل از او دفاع کردند. من این دفاعیات رو به دقت خوندم. هرچند قاضی دفاع آنها رو موجه ندانست. در فقه سنتی شیعه برای فردی که محدور الدم محسوب شده یا به ارتداد محکوم شده حق دفاع پیش بینی نشده است. موارد سلمان رشدی و رافق دقی. خب من اینا رو میخونم، اینا رو میگم تا افراد قضاوت بکنن. آقای فقیه سنتی که میخوای از این مبنا دفاع بکنی، چطور میتونه دفاع بکنی؟ به فرد حق دفاع نمیدید. جنبندی بخش اول. خب من اینو نوشتم چون بسیاریش رو شما شنیدید، الان هم وقتم کمه، این جنبندی رو نمیخونم، اما 10 بند مجموعه بخش اول و دیدگاه فقه سنتی رو من اینجا جنبندی کردم. حالا بریم بخش دوم. خب تا اینجا راوی بودم، از این به بعد قائل هستم، یعنی خودم حرف خودم رو دارم میزنم. بخش دوم، منتفی بودن تکفیر و ارتداد در اسلام نواندیش. بعد از آشنایی دقیق با فتوا و حکم ارتداد و تکفیر در اسلام سنتی، اکنون نوبت به بررسی همین موضوع در اسلام نواندیش میرسد. در این رویکرد از یک سو از ارتداد جرم زدائی می شود، از سوی دیگر کفر و ایمان به امری کاملا شخصی تبدیل می شود که داور دنیوی آن صرفا خود شخص است. بنابراین حکم تکفیر و ارتداد سالبه به انتفاع موضوع می شود. نکات این بخش در مقایسه با بخش قبلی کمتر است، چرا که درباره چیزی صحبت می کنیم که در این رویکرد وجود خارجی ندارد. حالا با همه اینا وقتی که اتهام تکفیرگری مطرح میشه، ببینید چقدر از حقیقت دوره. با این همه برای ایضاح بیشتر نکاتی در ضمن یک بحث خاطر نشان میشود. بحث 11 هم، کفر و ایمان از منظر اسلام نواندیش. نکته اول، کافر شدن مسلمان یا خروج فرد از اسلام یا با یکی از این دو انکار یا هر دو به شکل صریح صورت میگیرد. اول انکار خدا یا توحید، دوم انکار پیامبری محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی با صراحت بگه آقا خدا نیست، پیغمبری هم به نام محمد ابن عبدالله نفرستاده، این میشه کفر، میشه کفر ارتداد. کفر خودش بگه، آقا نه کس دیگه، خودش بگه. دو، انکار دیگر تعالیم اسلامی در صورتی که در نظر خود انکار کننده منجر به انکار رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه شود از مصادیق خروج از اسلام است. بنابراین در صورتی که در نظر خود انکار کننده منجر به انکار رسالت شود. بنابراین اگر امر انکار شده از سوی فرد در نزد قاطبه مسلمانان ضروری دین یا امر اجماعی محسوب می شود، اما انکار کننده بین آن امر و رسالت پیامبر اسلام تلازمی نمی بیند، این فرد کافر یا مرتد محسوب نمی شود، چرا که او به نظر خودش رسالت پیامبر را انکار نکرده است و خود را مسلمان می داند. نکته سوم، کسی که به دلیل شبهه علمی در توحید یا نبوت یا دیگر تعالیم اسلامی مناقشه دارد و شبهات او از جانب عقلا موجه شمرده می شود، تا زمان رفع شبهه محکوم به مسلمانی است و کافر و مرتد محسوب نمی شود. تا اینجاش بین اسلام سنتی و اسلام نواندیش تفاوتی نبود. حالا نکته چهار، کافر شدن یا خارج شدن از اسلام یا مرتد شدن یک ضابطه بیشتر ندارد. اونجا دو ضابطه بود، شهادت عدلینم بود، شهادت بینم، اینجا یک ضابطه بیشتر ندارد و آن اظهار صریح و شفاف خود فرد به اختیار کفر بر اسلام، خروج از اسلام و ارتداد است. یعنی فرد شخصا با اختیار و آزادی به کافر شدن، ارتداد و ترک اسلام اقرار و اعتراف کند. شهادت دیگران مادامی که فرد با اقرار خود بران صحه نگذارد نشانه ارتداد و خروج از اسلام نیست. نکته پنجم، اعتراف فرد به کفر و ارتداد باید صریح باشد، یعنی سخنان شخص با دلالت مطابقی بر خروج او از اسلام به اختیار کفر دلالت کند. بنابراین ارتداد و کفر با دلالت تزمونی و التزامی اثبات نمی شود. به عبارت بسیار بسیار روشن، تا زمانی که فرد خود را مسلمان اعلام می کند او محکوم به مسلمان بودن است و با او معامله مسلمان می شود. ملاک تعامل با دیگران اسلام ظاهری آنان است
کشف ایمان واقعی به اسلام در باطن افراد به عهده خداوند و در سرای آخرت است. ما مجاز به تجسس در باطن افراد نیستیم و اگر با علوم غیر متعارف هر زن به باطن افراد دست یافتیم، مجاز نیستیم به چنین علم غیر متعارفی وقعی بگذاریم. نکته ششم، اگر در بقای اسلام یک مسلمان شک کردیم، استصحاب جاری می شود و او محکوم به اسلام ظاهری است. این اسلام ظاهری فقط و فقط با یک امر ناقص می شود، هیچ ناقص دیگری نداره. آن عبارت است از اینکه خود فرد علناً و صریحاً خروج خود را از اسلام و ترجیح کفر بر ایمان اعلام کند. این سنت مستمر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سیره مداوم ائمه هدا علیهم السلام بوده است. در پذیرش اسلام افراد بنابر مدارا و تساهل و تسامح حد اکثری است. در مقابل در تکفیر و حکم به ارتداد و خروج دیگران از اسلام بنابر سختگیری حد اکثری است. خروج از اسلام یک راه بیشتر ندارد و آن این است که خود فرد بگوید از امروز دیگر من مسلمان نیستم و کافر، ملحد یا متدین به دین دیگری شدم. این تنها راهشه، هیچ راه دیگری نداره. نکته هفتم، وقتی تنها راه کشف خروج افراد از اسلام اقرار، اعتراف و ابراز خود فرد است، معنای عملیش بلا موضوع شدن حکم تکفیر و نسبت دادن ارتداد و خروج از اسلام به افراد است. بلا موضوع. آن که میگوید من مسلمان هستم، مسلمان محسوب می شود. پس کسی حق ندارد دیگری را تکفیر کند و حکم به ارتداد و خروج او از اسلام بدهد. این نتیجه بسیار مهم است. همه این احکامی که گفتم کلن مربوط به اسلام ظاهری است که قلمرو فقه است. کشف ایمان حقیقی به اسلام در باطن افراد، یعنی اسلام باطنی، هم در سرای دیگر و در محضر حق تعالی صورت خواهد گرفت. من و شما خود خدا نیستیم. نکته هشتم، همچنان که به این نکته دقت بفرمایید، همچنان که کفر و نامسلمانی هیچ مجازات دنیوی ندارد، خروج از اسلام و ترجیح کفر بر اسلام از سوی یک مسلمان، یعنی ارتداد، هم هیچ مجازات دنیوی ندارد. قرار نیست با سختگیری حقوقی و جرمنگاری ارتداد و وضع مجازات های سنگین بر مرد مرتد، یعنی اعدام و حبس ابد توأم با اعمال شاقه برای زن مرتد، کسی را به زور مسلمان نگاه داریم. اگر کسی رجحانی در مسلمانی میبیند، قدمش با چشم. اگر کفر نامسلمانی را بر اسلام ترجیح میدهد، باید راه را باز کنیم تا هرچه زودتر به مطلوبش برسد. یقینا آزادی در انتخاب اسلام، آزادی در بقا بر اسلام، آزادی در خروج از اسلام، از هر حیث به نفع اسلام است. مسلمانانی که با توجه به آزادی های سگانه، یعنی آزادی ورود، آزادی بقا، آزادی خروج از اسلام، این آزادی های سگانه، دیندار باقی میمانند، به خدا قسم بسیار خالصتر و با ارزشتر از مسلمانانی هستند که از ترس مجازات شدید مرتد دینشان را تغییر ندادند، دیندار باقی میمانند. اینها بسیار خالصتر هستند و عملا هم به وظایف اسلامی خودشون عمل نمی کنند. یه عده‌ای رو ما نگه داشتیم از ترس مرتد اعدام اعلام نمی کنند، هیچ کدومش هم به وظایف دینش عمل نمی کنه. خب اینا چه تاجی به گل سر اسلام زدن؟ رهاشون کنید برن. نکته نهم، همان گونه که تنها ضابطه در کفر و ایمان اقرار خود شخص است، تنها ضابطه در تکفیر و نسبت دادن ارتداد نیست، اقرار خود فرد متهم به تکفیرگری، به تکفیر کردن است. این ادعا که سخنان شما بوی تکفیر میدهد، معادل این ادعاست که سخنان شما بوی کفر میدهد. هر دو ادعا به یک میزان و به یک دلیل باطل و ناموجه است. اگر اثبات کفر فقط از طریق اعتراف صریح خود شخص ممکن است، اثبات تکفیر هم فقط از طریق اعتراف صریح خود شخص ممکن است. همان گونه که در مورد اول دلالت تزمنی یا التزامی معتبر نیست و به استنادان نمیتوان کفر کسی را اثبات کرد، در مورد دوم یعنی تکفیرگری هم دلالت تزمنی یا التزامی معتبر نیست و به استناد آن نمیتوان کسی را به تکفیر کردن دیگری متهم کرد. مضافاً بر این که در اسلام نواندیش تکفیر یعنی نسبت کفر به فردی که خود را مسلمان میداند از بنیاد منتفی است.
بر همین منوال تکفیر تلویحی یا شبه تکفیر فاقد هر گونه معنای محصل فقهی یا حقوقی و با صرفاً بازی با الفاظ است. دهم، در مورد مجازات دنیوی مرتد و مسئول اجرای آن، نتیجه تحقیقم در کتاب مجازات مرتد و آزادی مذهب رو براتون میخونم. یک کتاب رو توی نیم صفحه خلاصه کردم. حکم به محدور الدم بودن افراد به اتهام ارتداد فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب، سنت، اجماع و عقل است، بلکه برخلاف قرآن و عقل بوده، به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است. یعنی به نظر بنده فتوای آقای خمینی و فاضل لنکرانی در محدور الدم اعلام کردن دیگران وهن اسلام بود. باید خارج از کشور باشید تا این وهن رو درک کنید، لمس بکنید. ب. صدور حکم قضایی درباره مرتد تنها به عهده محکمه صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضایی است. حکم فقیه جامع شرایط فتوا از محکمه صالح کفایت نمی کند. این مملکت باید یه وقتی غیر به رسمیت بشناسه. اینا کار دادگاهه، نه کار مرجع. شما اومدید زندگی به مردم بدید، نه اومدید کسی رو بکشید و دستور قتل بدید. حکم قتل مرتد فاقد مطلق مستند قرآنی است. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی، حکم وجوب قتل مرتد متکی بر برخی اخبار واحد صحیحه یا موثقه و ادعای اجماع است، البته بر مبنای ضوابط خودش. حکم وجوب قتل مرتد به دلایل هفتگانه زیر قابل اجرا نیست، غیر قابل اجراست. یک، توقف اجرای حکم قتل مرتد به دلیل عنوان ثانوی وهن اسلام، نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی که متاسفانه همچون عقل تو کشور ما هنوز پیدا نشده. دوم، لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقاً یا دست کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمه اطهار. که بس بسیار از فقها، 15 تا از فقهای بزرگ ما به این قائلن. حالا نمیخوای، بسیار خوب، بیا حداقل این رو بکن. سوم، نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر آحاد موثق به دلیل وجود احتیاط در دماغ. یک قاعده بسیار عامره در فقه داریم که احتیاط در دما یعنی جان افراد لازم است. با خبر واحد نمیشه حکم مرگ کسی رو صادر کرد. حکم مرگ کسی با خبر واحد اثبات نمیشود. همه اخبار اعدام مرتد خبر واحد است. تواتری در کار نیست، استفاضه‌ای در کار نیست. 4 تا خبر واحد داریم. پنجم، نفی حکم وجوب قتل مرتد به دلیل تبدل موضوع مرتد. خیلی مهمه. موضوع مرتد در صدر اسلام خیانت بوده، یعنی فرد به خاطر تعویض تغییر دینش ملحق به دشمنان اسلام می شده، در اردوگاه دشمنان اسلام قرار می گرفته. این بهش میگن خیانت عظما. خیانت عظما همینه که شما بیاد به میگه که خلاف امنیت ملی کشور عمل کردید، اقدام کردید. اما در زمان ما یه آقای فردی نشسته تو خونش دینش عوض میکنه، هیچ ربطی نداره به پیوستن به اردوگاه دشمن، موضوع عوض شده. شما میاد روایاتی که مربوط به یک زمینه و زمانه دیگری است، میخواد در مورد یک زمینه و زمانه کاملا متفاوت اجرا کنه. خب غلط. ششم، نفی حکم وجوب قتل مرتد به دلیل عدم حجیت اخبار مخالف با محکمات قرآن. آقا اخبار قتل مرتد با محکمات قرآن منافیه. خب پیغمبر فرموده هر خبری که با قرآن مخالف بود فضربوه علی الجدار، به دیوارش بکوبید، به سینه دیوار بکوبید، یعنی عمل نکنید. هفتم، نفی حکم وجوب قتل مرتد به دلیل عقلی موهون بودن اعدام افراد برای خروج از دین و اهانت به مقدس. این حکم اولیه و من اولین گویندش هم هستم، میگم نه به عنوان حکم ثانوی، به عنوان حکم اولی. اصلا این حکم نمیتونه صادر بشه. خب خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد، هرچند اگر خروج از اسلام به اختیار کفر برخواسته از جهل، یعنی انکار حقیقت با علم به آن و شهوت عملی باشد، آخرت تلخی در انتظار فرد است. آخرتی که چیزی جز تجسم کرداد غلط و تصمیم نابجای خود فرد نیست، برای کسایی که البته به آخرت قائل است. خب من اومدم بعد این رو جمع‌بندی کردم، بذارید جمع‌بندی رو با سرعت میخونم، همین بخش دوم رو. با
به دلیل اهمیت فراوان مفاد این بخش به شکل زیر در 8 نکته جمع‌بندی میکنم. اول، لطفا اینا رو به ذهن بسپارید و ببینید که ما در فضای مجازی چقدر بر اساس واقعیت و فکت حکم میکنیم و مینویسیم. ایمان و کفر امری کاملا شخصی است. اینکه کسی در باطن واقعا مؤمن یا کافر است، داورش خداوند در آخرت است. در دنیا احرازان یک راه بیشتر ندارد، اظهار خود شخص که من مسلمان یا کافر هستم، دیگران هم مجاز به تجسس نیستند. دوم، تکفیر یا حکم به ارتداد از شعب داوری دنیوی در مورد ایمان و کفر دیگران است. چون این داوری در دنیا برای آدمیان یک راه بیشتر ندارد و آن استناد به اعتراف صریح خود فرد است که مؤمن یا کافر است. هر گونه داوری منافی با اعتراف خود فرد بی‌اعتبار است. سوم، برای کافر شدن مسلمان یا ارتداد وی، سخنان خودش با دلالت مطابقی بر خروج او از اسلام به اختیار کفر لازم است. ارتداد و کفر با دلالت تزمنی و التزامی اثبات نمی شود. به خاطر خدای رو تو گوشتون، تو آویزه گوشتون بکنید. با دلالت تزمنی و التزامی ارتداد و کفر کسی ثابت نمی شود، نه در فقه سنتی نه در فقه نواندیش. به عبارت بسیار روشن، تا زمانی که فرد خود را مسلمان اعلام می کند، او محکوم به مسلمان بودن است و با او معامله مسلمان می شود. چهارم، ملاک تعامل با دیگران اسلام ظاهری آنان است. ایمان واقعی امری باطنی و شخصی است. اسلام ظاهری جز با اعتراف صریح خود فرد مبنی بر خروج او از اسلام و کافر شدنش قابل نقض نیست. پنجم، وقتی تنها راه کشف خروج افراد از اسلام اقرار، اعتراف و ابراز خود فرد است، معنای عملیش بلا موضوع شدن مطلق حکم تکفیر و نسبت دادن ارتداد و خروج از اسلام به افراد است. کلن از ریشه ساقط شد. ششم، در اسلام نواندیش از ارتداد جرم زدائی شده، یعنی مرتد هیچ مجازات دنیوی ندارد، خصوصا اعدام. خروج از اسلام مثل ورود در اسلام آزاد است. اگر خروج از اسلام به اختیار کفر برخواسته از جهد، یعنی انکار حقیقت با علم به آن باشد یا به شهوت عملی باشد، آخرت تلخی در انتظار فرد است. آخرتی که جز تجسم کردار غلط و تصمیم نابجای خود فرد نیست. هفتم، همان گونه که تنها ضابطه در کفر و ایمان اقرار خود شخص است، تنها ضابطه در تکفیر و نسبت دادن ارتداد نیز اقرار خود متهم به تکفیرگری به تکفیر کردن است. برای تکفیرگری دلالت مطابقی و صریح لازم است. در اینجا هم دلالت تزمنی یا التزامی معتبر نیست و به استناد آن نمیتوان کسی را به تکفیر کردن دیگری متهم کرد. هشتم و آخرین نکته این بخش، تکفیر تلویحی یا شبه تکفیر فاقد هر گونه معنای محصل فقهی یا حقوقی و بازی با الفاظ است. این ادعا که سخنان شما بوی تکفیر میدهد معادل آن ادعاست که سخنان شما بوی کفر میدهد. هر دو ادعا به یک میزان و به یک دلیل باطل و ناموجه است. خب این بخش دوم. اما بخش سوم و آخرین بخش عرایض امروز من، تمایز دو سطح بحث ملاک مسلمانی و مؤلفه‌های اسلام. ملاک مسلمانی و مؤلفه‌های اسلام دو بحث کاملا متمایز و مربوط به دو علم متفاوت است. اسلام در این دو تعبیر یکی نیست. در ملاک مسلمانی بحث در اسلام ظاهری است که متکفل آن علوم فقه و حقوق هستند. در مؤلفه‌های اسلام بحث در حقیقت اسلام یا اسلام واقعی است که متکفل آن علم الهیات یا کلام است. ملاک مسلمانی که بحث ایمان و کفر است، امری کاملا شخصی است و در داوری درباره آن بنا بر تسامح و تساهل حداکثری است. حالان که مؤلفه‌های اسلام بحثی بین الاذهانی و تخصصی است و در زمین آزادی بیان بدون هیچ خط قرمز و محدودیتی رخ می‌دهد. همان گونه که تک تک مؤلفه‌های اسلام با استدلال مجاز است که انکار شود،
بحث علمی داریم میکنیم دیگه. یعنی همان گونه که انکار تک تک مؤلفای اسلام با استدلال مجاز است، به لحاظ حقوقی، به لحاظ علمی، نقد ساختاری اقوال منکران هم با استدلال مجاز است. تکفیر مربوط به سطح اول، یعنی بحث ملات مسلمانی و فقه است، نه سطح دوم، یعنی مؤلفای اسلام و الهیات. خلط این دو سطح، یعنی سطح فقه با الهیات یا سطح ملاک مسلمانی با مؤلفای اسلام، و نقد ساختاری الهیاتی را به تکفیرگری فقهی متهم کردن، مغالطه ای سهمگین و بسیار خطرناک است. در این بخش درباره خطوط عصری ترسیم شده در این عبارات در ضمن یک بحث توضیح میدم. این خلاصه بحث بخش دوم بود. خیلی کوتاه اول عرض کردم تا دوستان بدونن من میخوام چی بگم. حالا در ضمن چند نکته همینا رو میخوام توضیح بدم. بحث دوازدهم، از ملاک مسلمانی تا مؤلفای اسلام. یک، خلط دو سطح بحث با یکدیگر باز سوء تفاهم‌های عمیق میشود. سطح اول ملاک مسلمانی است، سطح دوم مؤلفای اسلام است. موضوع سطح اول باورهای شخص است، آیا خود را مسلمان میداند یا کافر. از منظر اسلام نواندیش هیچ داور بشری دیگری جز خود فرد مجاز به دخالت در این امر نیست. این بحثی فقهی است و محصول آن اسلام ظاهری است. میدونید چرا میگنش ظاهری؟ چون ما که واقع باطن آقا خبر یا خانم خبر نداریم، که به ظاهر مسلمان است، همین کفایت میکنه. یعنی فرد محکوم مسلمان بودن است و با اون معامله مسلمان میشود. به باطن او هم هیچ کاری نداریم و شرعا مجاز به تجسس هم نیستیم. این کارهایی که میکنن تجسس میکنن، آقا تو نظرت چی از در مورد این، این کارو میکنی اون کارو نمیکنی، همش حرام، مطابق فقه نو اندیش و بسیارش هم مطابق فقه سنت. در سطح دوم مؤلفای اسلام مورد بحث، در سطح دوم مؤلفای اسلام مورد بحث قرار میگیرن. پرسش اصلی این سطح این است، مؤلفای اصلی و مؤلفای غیر اصلی اسلام کدام است؟ موضوع اصلی این سطح اسلام است، نه مسلمانی. مسلمانی مال شخص بود، اسلام ربطی به این شخص و اون شخص نداره. مراد از اسلام هم اینجا اسلام ظاهری نیست، حقیقت اسلام است یا اسلام واقعی است. حالا کسی میگه منکرم، حالا بهش خواهیم رسید. علم متکفل آن هم الهیات یا کلام است، نه فقه. بحث از آن هم یک امر شخصی نیست، بحث بین الاسهانی است. این نکته اول. نکته دوم، آیا تمایز دو سطح بحث یا منبر فقهی و کلامی یا اسلام ظاهری و واقعی تمایزی محتوایی است یا تمایزی لفظی و تصنعی؟ به نظر من این تمایز کاملا محتوایی است با فواید نظری و عملی متعدد. یعنی اگه تمایز قائل نباشیم یک مشکلات جدی ایجاد میشه که متاسفانه ایجاد شد. تکلیف ایمان و کفر افراد در این دنیا توسط خودشان و نه هیچ انسان دیگری در سطح اول تعیین می شود. سطح دوم متکفل بحث از حقیقت اسلام است. برای مسلمانی، دقت بفرمایید، برای مسلمانی، یعنی مسلمان بودن، دو چیز بیشتر لازم نیست. اجمالی هم لازمه، تفصیلی هم لازم نیست. شهادت به وحدانیت خدا، اشهد الله اله الا الله، و شهادت به رسالت محمد ابن عبدالله، اشهد ان محمد رسول الله. همین. هیچ تفصیلی، هیچ اشاره به هیچ امر دیگر لازم است. اجمالا شما همین را تو دلت بگی کافی، تو زبانت بیاری کافی. باور اجمالی به این دو امر برای تحقق مسلمانی کافی است. در این سطح حتی باور به اموری اساسی مثل معاد یا عالم غیب شرط نیست. در حالی که این گونه امور مثل باور به معاد، باور به الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالیوم الاخر، اینها بدون تردید از معرفای اصلی اسلام هستند. اما برای مسلمانی شهادت به اینا لازم نیست، باور اینا لازم نیست. در حالی که در سطح دوم دقیقاً بحث در این است که آیا امر الف جزء اساسی اسلام هست یا نه، به نحوی که بدون آن اسلام منحل می شود. اینا بحث رو ما تو سطح دوم انجام بدیم، اما تو سطح اول افرادی کارا نمی کنیم. بیشک نمی توان مباحث دقیق الهیاتی را به تسامح ضروری فقهی تنزل داد.
یعنی ما بیان بگیم که چون در سطح اول ما با مسامحه هر کسی به اجمال گفت من شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت پیغمبر میدم مسلمانه، پس در سطح دوم هم همون کارو بکنیم، اصلا میرزه به هم دیگه، هیچی نیست. تو سطح دوم همش همین بحثای جزئی است، بحثای دقیق است که الف جزء اساسی اسلام هست یا نیست، همش از قسم. حالا مثال بزنم برای که کاملا انشاءالله دوستان متوجه بحث باشن. خصوصیات وحی رسالی، وحی رسالی این وحی که از توش رسالت در میاد، چون وحی معانی دیگری هم داره. چگونگی تکوین قرآن و وجه انتساب آن به خدا و پیامبر و زمانه، قواعد سنت پیامبر، ضرورت یا عدم ضرورت امامت دینی پس از پیامبر، جایگاه عدالت در الهیات و فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست، اینها از مباحث کلان سطح دوم است که باور به هر یک از این موضوعات کلان، کلان تفکر اسلامی، شرط صحت شهادتین یا اسلام ظاهری نیست. خیلی مهمه، یعنی شما این جزئیات رو باور بکنی یا باور نکنی شما مسلمانی. همچنان که نزاع معتزله و اشاعره در توحید صفاتی و توحید افعالی، نزاع عدلیه و دیگر مذاهب اسلامی در باور به عدالت مستقل از وحی یا عدالت به مثابه امر دینی، یا نزاع عمیق مخطئه و مسببه در کلام و اصول، هیچ یک از طرفین دعوا را از مسلمانی خارج نمی کند. میشه سطح اول. چالش های جدید در موضوعاتی که گذشت هم همچنین است، یعنی تا کسی خود را مسلمان بداند اسلام ظاهری او محفوظ است. اما در سطح دوم دقیقا هر طرفی بر صحت مدعای خود و بطلان مدعای رقیب استدلال می کند. بحث ها هم درباره اموری بسیار اساسی و با اهمیت درجه اول است، نه فروع و جزئیات پیش پا افتاده، بلکه باور به هر کدام هندسه معرفت دینی را جدا تغییر می دهد. بنابراین واضح شد که تمایز دو سطح بحث محتوایی است و جهالت یا تجاهل، یعنی خود را به جهالت زدن، میفهمن اما خود را به جهالت زدن، تجاهل نسبت به این تفاوت بنیادین موجب مشکلات و مغالطات عمده و ویرانگری میگردد. نکته سوم، وقتی از تکفیر و ارتداد جرم زدائی شد، عملا تکفیر و ارتداد بلا موضوع میشود. هر کسی میتواند بدون ترس از اعدام یا هر گونه مجازات دنیوی نظرات متفاوتش را درباره اسلام، هر چه که باشد ابراز کند. به عبارت دیگر، با منتفی شدن تکفیر و حکم به ارتداد، آزادی بیان در امور دینی بدون هیچ خط قرمزی محقق می شود. اما در مقابل نقد علمی مباحثی که به نام دین در فضای عمومی ابراز می شود هم بدون هیچ محدودیت علمی مجاز است. یه بامد و هوا که نمیشه. شما مجازید هر چیزی دوست دارید به نام اسلام بیاد مطرح بکنید، ما مجاز نیستیم بیام اینا رو نقد بکنیم. یعنی بذارید صریح‌تر، دقیق‌تر، اولا احدی حق ندارد از ابراز نظر کسی به بهانه این که خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف سنت پیغمبر یا خلاف شرع است یا خلاف ضروریات، خلاف مسلمات، خلاف اجماعی تا اسلام است جلوگیری کنه. احدی همچه حقی نداره. شما آزاد هر چه دوست دارید بیاد بگید در مورد اسلام، هر چه میخواهد دل تنگت بگید. یا این که کسی را به بهانه بدعت خواندن یا به بهانه بدعت خواندن دگراندیشی فکری را سرکوب کند، مجاز نیست کسی همچه کاری بکنه. بذارید دگراندیشان حرفشون رو بزنن. حالا شما اجازه ندید فکر کنید جای دیگه نمیتونن، خب میرن تو همین دنیا حرفشون رو میزنن، پس بذارید حرف بزنن، ما هم از آزادیشون دفاع میکنیم. هر فکری هر چقدر خلاف رویکرد رایج اسلامی باشد و به تصور دیگران کفر، ارتداد و زندقه محسوب شود، مجاز است در فضای عمومی مطرح شود. یقیده بند است، مجاز است به لحاظ حقوقی، به لحاظ علمی مجاز است در فضای عمومی مطرح شود. این از بدیهیات آزادی بیان است. دینداران هم، حالا اونه کسایی که عصبانی میشن از این امور، عرض میکنم دینداران باید سیه سطح داشته باشن و آزادی کسی را ولو خلاف معتقد
معتقدات مسلم آنها باشد محدود نکنند. این آزادی به نفع تفکر اسلامی است، زیرا در فضای آزاد تعالیم اسلامی امکان رشد بیشتری دارد و در مواجهه با افکار رقیب قوت و عمق تفکر اسلامی افزایش می‌یابد. این نظر من است. خب ثانیاً، حالا اولاً شنیدید، حالا ثانیاً در مقابل این آزادی مطلق در مقابل آزادی مطلق مخالفان اسلام رایج در بیان آرائشان، منتقدان ایشان هم به همان میزان، یعنی مطلقاً آزادند افکار دیگراندیشان و آراء شاز را نقد کنند و اهدی حق ندارد مؤمنان را از نقد آرایی که خلاف ایمانشان یافتند باز دارد و با تهمت تکفیرگری منتقدان را از نقد آرای خود باز دارد. این منطق آزادی بیان است. در رقابتی آزاد همه کالاهای فرهنگی خود را عرضه می کنند. هر که استدلال قوی تری داشت و توانست افکار عمومی را قانع کند رأیش بر کرسی می نشیند. این چه اشکالی داره؟ نکته سوم، منبع اسلام مورد بحث در سطح دوم یعنی الهیات و کلام، کتاب، سنت و عقل است. بحث در این سطح تخصصی است، تخصص در الهیات یا کلام اسلامی که اشراف بر همه ابعاد نظری اسلام را لازم دارد. حالان که ادعای مسلمانی در سطح نخست هیچ تخصصی لازم نداشت. ادعای هر کسی بر مسلمانی یا نامسلمانی خودش بدون هیچ تخصصی و دانشی پذیرفته است. اونجا نمیگیم که شما با حتما یه سوادی داشته باشی. ما گفتم مسلمانم بسیار خوبه، نامسلمانم حرف خودشون. اگر در یک بحث تخصصی الهیاتی استدلال شد که فلان گزاره منتسب به اسم گزاره منتسب به اسلام نادرست است، ربطی به ایمان و کفر قائل آن ندارد. آقا این حرف نادرسته، نگفته شده که تو نامسلمونی. ربط دادن مباحث الهیاتی کلامی به بحث فقهی مسلمانی و کافر بودن یا تکفیر و خروج از اسلام مصداق دقیق مغالطه است. آقا مغالطه کار اخلاقی درستی نیست. نکته چهارم، اگر در مسئله بین متعلقان با یکدیگر یا بین متعلقان با مدعیان الهیات اختلاف نظر پیش آمد، چه باید کرد؟ بحث دقیقاً در اموری است که مؤلفه های اساسی و اصلی اسلام محسوب می شود و قبول و رد آنها به تغییر هندسه یا تغییر ماهیت یا انحلال اسلام مقبول و مصطلح خاص و عام می انجامد. این امور یعنی تغییر ماهیت یا قلب کردن اسلام یا انحلال اسلام برای رویکردی که مدعی است هرچه مسلمانان در طول تاریخ گفته یا کردند اسلام است و ضابطه‌ای برای تمییز درست و نادرست نداریم، پس نتیجه می‌گیرند اسلام واقعی وجود ندارد. به تبع آن تغییر ماهیت و قلب کردن اسلام و انحلال اسلام هم وجود ندارد. اگر کسی این باشه، خب این حرفا بی‌معناست. حرفایی که امثال من دارم می‌زنم بی‌معناست. اما اینکه بگیم هرچه مسلمانان گفتند و کرده اند اسلام است، اسلام حسین ابن علی با اسلام یزید ابن معاویه هیچ فرقی نداره؟ ضابطه ای ندارید که اینا کدومش درسته؟ هر ضابطه داشتیم شما اسلام واقعی؟ چرا دارید مغالطه میکنید؟ در این صورت نزاع دیگری مطرح می شود. انکار اسلام واقعی چه تبعات و آثار معرفت شناختی و الهیاتی دارد و بلیه نسبی گرای معرفتی و اخلاقی را چگونه می توانند پاسخ بدهند؟ در هر صورت ضابطه اسلامی بودن، سازگاری یا حداقل عدم ناسازگاری امور انتسابی با محکمات کتاب خدا و مسلمات سنت رسول اوست. حال اگر مسلمانی کتاب خدا را به روایت شخصیت بشری محمد ابن عبدالله یا رؤیای او یا تفسیر او از جهان تفسیر یا روایت او از جهان فروکاست، یعنی در حقیقت ضابطه مسلمانی را تغییر داد، البته کاملا آزاد است ادعای خود را بیان کند. اما به کدام دلیل طرف مقابل حق ندارد این گونه تلقی ها را با ارائه استدلال
قلب کردن، انحلال اسلام به اسلامی متفاوت با اسلام معرفی شد در کتاب و سنت معرفی کنم و بر نادرستی ادعای مذکور استدلال کنم. به چه دلیلی؟ اگه شما به آزادی بیان معتقدید، این منطق آزادی بیانه، کجاش تکفیره؟ این که گفته شود احدی حق ندارد قولی را انحلال اسلام بداند مکابره و زورگویی است. آزادی بیان به مدعی چنین اجازه ای نمی دهد. در سطح الهیات و آزادی بیان ملاک استحکام استدلال و قوت دلیل است، نه هیچ چیز دیگر. فراموش نکنیم نقدها متوجه اقوال است، نه متوجه اشخاص. این قول اشکال دارد، نه اینکه این شخص نامسلمان است. همچنان که تنها ضابطه در کفر و ایمان اقرار خود شخص بود، تنها ضابطه هم در تکفیرگری و نسبت ارتداد اقرار خود شخص متهم به تکفیر کردن است. یک بام و دو هوا اشکال جدی اخلاقی دارد. نکته پنجم، در سطح فقهی و اسلام ظاهری تا کسی شهادتین خود را پس نگرفته مسلمان است. بنابراین چون تکفیر و نسبت دادن ارتداد هم کاملا بلا موضوع شد، چیزی به نام تکفیر تلویحی، تکفیر ضمنی، استشمام بوی تکفیر توهم محض است. کافر شدن نیازمند اقرار صریح و روشن خود فرد بر خروج از اسلام و پذیرش دین دیگر یا بیدینی است. تکفیر نیست چنین است. این تکفیر در فقه سنتی است. البته در فقه نواندیش اصلا تکفیر وجود خارجی ندارد. بنابراین با استناد به لوازم و پیامدهای گفته های کسی، نه او کافر می شود نه می شود او را تکفیر کرد. در هر دو دلالت مطابقی لازم است. با دلالت تضمنی التزامی نمی شه واردی بحث شد. نمی شود به او نسبت داد که دیگری را تکفیر کرده است. تکفیر کردن متوقف بر این است که قاضی به وضوح و شفافیت بگوید فلانی کافر یا مرتد است، که شواهد چهارگانه آن ارائه شد. چهار تا سند آوردم که در تاریخ اتفاق افتاد. البته در نزد افراد فاقد تخصص در علوم دینی و به اصطلاح عوام که اطلاعات کافی دینی ندارند، بر لوازم گفته یا کرده دیگران حکم بار می کنند و هر که را به نظر خودشان مسلمان نیست تکفیر می کنند. خب اشتباه می کنند. این تکفیر عوامانه است که در فقه اسلامی بلکه در علوم اسلامی هیچ محلی از اعراب ندارند. بس در این درس گفتار درباره تکفیر فقهی، تکفیر شرعی است که تعریف دقیقش از منظر سنتی گذشت. در اسلام نواندیش هم تکفیر وجود خارجی ندارد. آخرین عرایض من که جنبندی بخش سوم است. جنبندی این دیگه دقیق ترین نکات بحث تکرار است، اما همش با بیان دیگری اومده که انشاءالله رفع کامل سوء تفاهم بشه. جنبندی بخش سوم. نکات این بخش را به دلیل اهمیت در 9 نکته به شکل زیر جنبندی کردم. نکته اول، ملاک مسلمانی بحثی در اسلام ظاهری است که متکفل آن علوم فقه و حقوق هستند. این همان بحث ایمان و کفر است که امری کاملا شخصی است و در داوری درباره آن بنا بر تساهل و تسامح حد اکثری است. ضمناً در اظهار ایمان یا کفر هیچ تخصصی شرط نیست. نکته دوم، تکفیرگری و صدور حکم ارتداد در اسلام سنتی مربوط به این سطح از بحث است، یعنی فقه، یعنی ایمان و کفر شخصی. در اسلام نواندیش هم که مطلقاً تکفیر بی‌معناست و بی‌موضوع. سوم، مؤلفه های اسلام یعنی بحثی در حقیقت اسلام یا اسلام واقعی است که متکفل آن علم الهیات یا کلام است. بحثی بین الاسهانی و تخصصی است و در زمین آزادی بیان بدون هیچ خط قرمز و بدون هیچ محدودیتی رخ می‌دهد. هر چه می‌خواهید در مورد اسلام بگویید، هر چه ما می‌خواهیم در موردش نقد بکنیم، طرفین خط قرمز ندارند. چهارم، ملاک مسلمانی و مؤلفه‌های اسلام دو بحث کاملا متمایز هستند. اسلام در این دو تعبیر یکی نیست.
اسلام در اولی اسلام ظاهری است، در دومی اسلام واقعی، نه اسلام باطنی، اسلام واقعی. یعنی اسلام واقعی من و شما میتونیم بهش دست پیدا کنیم. همین که شما یک روایتی از اسلام رو، یک قرائت از اسلام برای یک قرائت دیگه ترجیح میدی، یعنی یه ملاک داری دیگه، همون ملاک امر واقعیه. جهالت یا تجاهل نسبت به این تفاوت بنیادین موجب مشکلات و مغالطات عمده و ویرانگری میگردد. نکته پنجم، در تاریخ الهیات اسلامی بحث‌های عمیقی درباره مؤلفه‌های اصلی اسلام صورت گرفته است. این مباحث بسیار مفید بوده و به غنای تفکر اسلامی افزوده است. اینکه کسی باور به امری را هر چه باشد غیر از شهادتین ملاک ایمان و کفر فرض کند، چه در گذشته چه در حال، خروج از محل نزاع و مغالطه است. این از بس اصلا مربوط به تکفیر نیست، بس اصلا مربوط به ایمان و کفر اشخاص نیست. ششم، در سطح الهیات و بحث مؤلفه‌های اسلام همان گونه بحث و حتی انکار تک تک مؤلفه‌های اسلام با استدلال چه از جانب مسلمان چه از جانب غیر مسلمان به لحاظ حقوقی و علمی مجاز است و باید تحمل شود. نقد ساختاری اقوال منکران هم با استدلال مجاز است و باید از جانب طرف مقابل تحمل شود. مدارا و رواداری چیزی جز این نیست. لطفاً نقد ما را تحمل بفرمایید. هفتم، منبع شناخت مؤلفه های اصلی اسلام کتاب، سنت و عقل است. این بحثی الهیاتی است، نه فقهی و نه جامعه شناختی. وقتی در مؤلفه های اصلی اسلام معرفی شده توسط کتاب و سنت خدشه می شود، ملاک اسلامی بودن چیست؟ شما وقتی شاغول نداری با چی میخوای بگی این اسلام است یا نیست؟ شاغول رو بردی زیر سوال، تو بحث الهیاتی نه تو بحث فقهی. انکار اسلام واقعی و ادعای این که هرچه مسلمانان در طول تاریخ گفتند و کردند اسلام است، نسبت معرفت شناختی است. آیا منکران اسلام واقعی به لوازم ادعایشان واقف هستند؟ نکته هشتم، ما قبل آخر، نقد ساختاری امور منتسب به اسلام که بحثی الهیاتی است هیچ ربطی به نسبت تکفیرگری که بحثی فقهی آن هم در اسلام سنتی و نه اسلام نواندیشه است در حوزه ایمان و کفر شخصی است ندارد. خلط بحث ملاک مسلمانی با بحث مؤلفه‌های اسلام و نقد ساختاری الهیاتی را به تکفیرگری فقهی متهم کردن مغالطه‌ای بسیار سهمگین و بغایت خطرناک است که به انسداد نقد علمی و زیر پا گذاشتن آزادی بیان منجر می شود. نکته نهم و نکته آخر، هر کسی آزاد است نظری را ابراز کند که به باور رایج مسلمانان انحلال اسلام یا قلب کردن اسلام محسوب می شود. آزادید. از آن سو منتقدان هم به همین میزان، یعنی بدون هیچ محدودیتی، آزادند افراد نایاد شده را، اقوال افراد یاد شده را نقد ساختاری کنند. نه دسته اول مرتد و کافر و خارج از اسلام هستند، چرا که خود را مسلمان می دانند. نه دسته دوم تکفیرگر، چرا که اولا در اسلام نو اندیش تکفیر بلا موضوع است. ثانیاً تکفیر متعلق به اسلام سنتی بحثی فقهی است و در بحث الهیاتی اتهام تکفیر خروج از محل نزاع است. ثالثاً نقد ساختاری را نمیتوان با برچسب ناچسب تکفیرگری نادیده گرفت. آنچه در بحث الهیاتی در میدان آزادی بیان لازم است رعایت شود، موازین علمی و اخلاقی است. در این صورت این گونه مباحثات مفید و باعث ارتقای اندیشه اسلامی است. والحمدلله. از صبر و تحمل دوستان عزیز سپاسگزارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب به انگلیسی از من پرسیدند که فتوای مرحوم آیت الله منتظری درباره سلمان رشدی چه بوده است؟ آیا این فتوا، چون در وبسایت ایشون صرفا آمده که این فتوا یک امر سیاسی بوده است و ایشون اظهار نظر نکردن. ببینید، در زمان صدور حکم محدودالدم بودن سلمان رشدی توسط آقای خمینی، یعنی اواخر بهمن 1367، قاعدتا باید آقای منتظری که اون زمان قائم مقام رهبری هم بوده باید چیز صادر کرده باشه. من ندیدم، شخصا ندیدم، سعیم کردم پیدا بکنم، از برخی دوستانم خواستم که اگر به روزنامه‌های اون زمان دسترسی دارید این رو در اختیار من بگذارید، چون یکی از دوستان از پاریس با من تماس گرفت و گفت که در روزنامه انقلاب اسلامی اسفند 1367 یک چند جمله در این زمینه آمده، اما چون خودش نبود من خواهش کردم که ببینم، بگردم ببینم میتونم اصلش رو پیدا کنم یا نه، اما این بنابراین هنوز من ندیدم که در موردش اظهار نظری بکنم که اون زمان چه گفتند. اما بعدن در کتاب دیگرشون که مجموعه سوالاتی است که درباره حقوق بشر و حکومت اسلامی ازشون شده، باید جمله سوال کنندم، یکی از دوستان من از آقای دکتر محسن رحامی، وکیل هستند و استاد دانشگاه، ایشون اتفاقا در مورد همین مسئله از آقای منتظری سوال کرده. آقای منتظری پاسخ دادن، استاد من پاسخ دادن که این مسئله امری سیاسی شده است و من لزومی در ورود در اون نمیبینم، چون بحث دینی دیگه نیست، بحث سیاسی است. بنابراین کلن وارد این مسئله نشدن. اگر زمانی من اون چیز رو پیدا کردم، اون اعلامیه اولشون اصلا وجود داشته یا نداشته، چون این همون زمانی است که دیگه داره بین آقای منتظری آقای خمینی شقاق دائمی ایجاد میشه، اگر پیدا کردم منتشر میکنم. و ضمناً در مصاحبه هم که من گفته کرده بودم در این زمینه، گفته بودم که دو نفر با این فتوا مخالفت کردن، یکیش اسد رضا صدر بوده و دیگرش مهندس مهدی بازرگان. خوشبختانه افراد دیگری هم پیدا شدن، یکی یکی مدارکش رو به من دادن، یکیش آقای مرحوم ابوالحسن بنی صدر بوده که در همون زمان در پاریس طی مصاحبه‌ای که برای من ارسال شده با این مطلب مخالفت کرده، بنابراین من تصحیح میکنم. مورد دوم این که یک نفر دیگه هم من اگه بتونم چیز رو پیدا بکنم، اسمش رو پیدا کنم، چون اسمش به ذهنم نمونده، خدمت شما عرض کنم، یک عالم دین هست، یک فقیهی بوده که اسمشون هست، آقای سعیدی کاشمری. آقای سعیدی کاشمری هم در مشهد، ایشون هم مخالفت کردن، عکسش هم برای من فرستاده شده، در موردش خواهم گفت. و سومی که از همه مهمتره که میشن 5 تا، دکتر مهدی حائری یزدی است. گفته شده که اواخر بهمن 1367 طی یک مصاحبه 20 دقیقه‌ای رادیوی بی بی سی فارسی در اون زمان با ایشون، ایشون با صراحت در تهران با این فتوا مخالفت کرده است. من تا کنون به این مصاحبه دسترسی پیدا نکردم. به افرادی که در بی بی سی هم بودن تماس گرفتم که اگر مصاحبه دارید هم منتشرش کنید یا لااقل نسخهش در اختیار من بگذارید. بنابراین مجموعاً میتونم بگم که 5 نفر لااقل تا حالا پیدا شده که من 2 تاش رو اونجا ذکر کردم، 3 تاش هم الان عرض میکنم که با این حکم در اون زمان مخالفت کردن. این هم برای به شکل کلی تشکر میکنم از پرسشی که مطرح کرد. خب برخی سوالا کمی طولانی هستن تا من بخونم و اگه خلاصه تر مرحمت بکنید بهتره. حالا طبق روش شما پرسیدن، اگر فقهای سنتی هم که برداشت خودشان را حق مطلق می دانند، همین اتهاماتی که شما به، حالا من امروز بنای اسم بردن از کسی نداشتم، به اون مسلمان تجدید نظر طلب وارد کرده، اگر متوجه شما کنند، آنگاه دیگر نباید گلایه و اعتراض کنید. چه نیازی به نهیب زدن و هیجانی شدن بود؟ شما می توانستید بدون وسط سرزنشگری، نمیدونم چی نوشتن، به نقد ایشان
و افراد دیگر بپردازید و نهایتاً اینها مرتکب خطای معرفتی شدن، نه خطای اخلاقی. یکی از ویژگی‌های مهم نواندیشان رواداری و پذیرش اجتهادات متفاوت بوده است، اما شوربختانه شما تنها کسی هستید که عنوان نواندیشی دینی را در بر خودتان اطلاق می‌کنید، ولی این ویژگی را واجد نیستید. خیلی متشکر. من این سوالتونم خوندم تا مشخص باشد که همچو افرادی هم در این جمع شنونده بنده هستند. اما پاسخ شما، اونچه که وقتی در فقهای سنتی، اگر من همچو چیزی نگفتم، اگر چیزی گفتن بله بندم جواب خواهم داد، این چه حرفی است که شما ذکر میکنید؟ یعنی حرف نادرستی است. با اگر که نمیشه مسئله رو پیش برد. بعدم این که هیجانی و نمیدونم نهیب زدن اینها شانتاژ کردنه، اینها اومدن تو فضای مجازی رو تخریب کردنه. نه خیر، همچون چیز صورت نگرفته. من یک جلسه برگزار کردم، مقالم رو هم از قبل نوشتم، اون رو خوندم و انشالله در جلسه بعد من به این گونه اتهامات و بهتان‌ها و تهمت‌ها پاسخ میدم. الان صرفاً از شما تشکر میکنم و بعد این که اشاره هم کردید که اینا خطای معرفتی شدن، بسیار خوب، منم خطای معرفتیشون رو تذکر دادم. اینکه این همه مشکل ندارد که میتونستن اونها هم پاسخ بدن، یکیشون، بقیه‌شون که الحمدلله هیچ کدوم کسی حرف نداده، میتونست پاسخ بده آقا برداشت شما به این دلایل اشتباه هست و من حرفم این است، هیچ مشکلی نبود. خب گفتید باید همه در نقد دین آزاد باشن، نظرتون در مورد تمسخر دین یا مقدسات ادیان چی هست؟ خب شامل اینم میشه، چون یکی از مؤلفه های آزادی بیان در غرب فی الواقع تمسخر مقدسات است. دقیقا تمسخر و نه نقد. به هیچ دادگاه شما نمیتونید اینجا برید شکایت بکنید که من چیز شدم، من به مقدساتم توهین شده. میگن برو شرح صدر پیدا بکن، رواداری تو بیشتر بکن. ببینید، ما این اشتباه سر اینه که جامعه خودش به نحوی میره، به اصطلاح به لحاظ فرهنگی پیش میره که یک اموری رو قبیح میشماره. مقدسات اکثریت مردم رو توی یک جامعه تمسخر کردن در عرف اون جامعه قبیح هست. بحث ما این است که این جرم است یا جرم نیست، نه که خوب است یا خوب نیست. اصلا خوب نیست تمسخر، هیچ کس خوب نیست، اما این کار به لحاظ حقوقی خوبه. این به لحاظ حقوقی مجاز است یا مجاز نیست؟ بله مجاز است. یعنی شما نمیتونید کسی رو بیاد نگه داره، چون میدونید مرد تمسخرم اینه که چی تمسخر میشه، الان چی توهین محسوب میشه. همین که گفتی چی توهین محسوب میشه نمیشه، یک کسی ممکنه خیلی سطح تحملش پایین باشه، اگر کلمه‌ای متفاوت بهش بگی میگه به من توهین شده، لقبشو به کار نبری میگه به من توهین شده. برای همین هیچ ملاک محصلی ابجکتیوی در دست نداریم که مشخص باشه که این الف توهین است یا توهین نیست. لذا نمیشه به اصطلاح این به دادگاه کشون. برای همین بله توهین آزاد است اگرچه چیز خوبی نیست. تمسخر آزاد است به لحاظ حقوقی اگرچه اخلاقا اشکال دارد و پسندیده نیست. این نظر من. گفتن که کامنت های اینستاگرام بسته شده، اجازه بدید من ببینم چی شده. بله درست میگن، خودش اتوماتیک اینجوری شده بود. ببخشید الان باز شده. خب مرد پرسیدن مرد نقد دین کجاست، چطور باید با خشونت هایی که در مواردی مثل شارلی ابدو پیش می آید مقابله کرد؟ مواجهه شما با تمسخر کنندگان دین یا مقدسات دینی چیست؟ دو تا سوال خیلی خوبه. ببینید مرد نقد دین کجاست؟ همه، من وقتی فکر میکنم همه آزادند هر چه میخواهند درباره دین بگویند، نقد دین کنند یا فرض بکنید بیان تمسخر بکنن یا توهین بکنن، با اینکه زشت میدانم، با اینکه تقبیح میکنم، اما به آزادی حقوقش قائل هستم. و ضمناً توی دنیای مدرن به هیچ شکل نمیشد اینا جلوگیری کرد و
حالا شما هم دوست نداشته باشید، منم که دوست نمیدارم، ولی که اینها هست. به قول یکی از دوستان میگه دندمون رو باید پهن بکنیم، ما هم مقابل اینا حرف بزنیم، استدلال بکنیم. بنابراین اما اینکه مرد نقد دین کجاست، مرز ندارد. هر چه شما خواستید، هر که هر چه خواست میتوند در مورد دین بر زبان براند و در مقابلش هم افرادم حق دارن اونها رو نقد کنند. خب چطور باید با خشونت هایی که ذکر کردن مقابله کرد؟ بله خشونت ها بسیار زشت است، اصلا گفتم وحن اسلام است، به ضرر مسلمان ها تموم میشه همش. چه باید کرد؟ اول اینها غالبا از طرف مسلمانان بنیادگرا صورت گرفته، به ندرت از طرف برخی مسلمانان سنتی هم صورت گرفته. خب اسلام نواندیش با اینها کاملا مرزبندی داره و مخالفت میکنه. کاری که ما داریم میکنیم اینه که اینها رو به هر شکل محکوم میکنیم. ببینید در مورد کتاب آیات شیطانی من عرض کردم که این کتاب به باور اکثر قریب به اتفاق مسلمانان توهین‌آمیز است. اما آیا با فردی که توهین کرده باید به این شیوه برخورد کرد؟ خب بیشتر به رایج شدن کتابش می انجامه، بیشتر به شهرتش می انجامه. یعنی واقعا صدور این حکم به شهرت بین المللی سلمان رشدی بسیار اضافه کرد، در حالی که اگر این حکم صادر نمی شد اینجوری در دنیا شناخته نمی شد. فرد نویسنده مهمی بود قبلش، اما بعدش بسیار اصلا رتبش رفت بالا، الان تبدیل به قهرمانش کرده. خب بیام سبک سنگین کنیم. این درسته؟ این درسته که بگن که مسلمون ها با کارد میفتن به جون مخالفشون؟ قابل دفاعه؟ حرف ما ایناست، میگم سبک سنگین کنید. هموش رضا با بالا بردن آگاهی مردم ما مقابله میکنیم با این امور. من در مورد اشخاص اظهار نظر نمی کنم، اظهار نظراتم رو ذکر کردم، امروز بنا گذاشتم صرفا بحث نظری کنم، جلسه آینده در مورد اشخاص اظهار نظر میکنم، عذرخواهی میکنم. گفتن فلانی در موردش سلمان رشدی او رو متهم به سوء استفاده از آزادی کرده، تو چی میگی؟ من حرفا مستقل زدم، منتشر شده، میتونید مراجعه بفرمایید. در مورد آقای شهاته در مصر هم بفرمایید چگونه حکمشان اجرا شد. خب من در مورد اونها که من تحقیق کرده بودم و مدرکی پیدا کردم گفتم، خیلی از اینا بوده که من اطلاعی ندارم یا پیدا نکردم. مثلا فرض کنید فؤاد اوده یه نویسنده مصری هست که ترورش هم کردن در دهه 90، و من تو کتابم مقدمه انگلیسی اینا رو آوردم. اما در مورد بقیه بودن، منتها خب تک اینا رو پیدا کردن وقت میگیره، خب بقیه هم زحمت بکشن اینا رو پیدا کنن منتشر کنن. به عنوان نمونه فکر کنم برای این بحث من کافی بود. در مورد موردی که پرسید من اطلاعی ندارم. کتابتان را لطفاً به فارسی هم چاپ کنید، رو سایتتان بگذارید. کردیم آقا. سال 1190 یا خانم سال 1193 این کتاب روی وبسایت من قرار گرفت. علتش این بود که هیچ جا نمیتونستم منتشرش بکنم در ایران. کتاب به شکل الکترونیکی الان روی سایت من هست، ویرایش اولشه، به نام مجازات ارتداد و آزادی مذهب، بیش از 400 صفحه هم هست. این کتاب تونستم به انگلیسی منتشرش کنم، ویرایش دوم با یک مقدمه بسیار مفصل. اولین چاپ کاغذی این کتاب در دنیا، که چاپ ترجمه عربیش هم زیر چاپ الان در قطر، شاید به امید خدا یکی دو ماه آینده اونم بیاد بیرون. حالا اینکه ضمناً بنا دارم متن فارسی ویرایش دوم هم در آلمان چاپ بکنم، هر وقت چاپ شد میتونید بیرون اونجا تهیه بفرمایید. این تو ایران هم که الحمدلله آزادی بیان است دیگه. خب آیا نقد غزالی در سه موضوع الهیاتی نسبت به فلاسفه مشایی بنا به تبیین شما نمیتوان تکفیر نامید؟ ببینید اول تو اون زمان خود غزالی چی گفته؟ غزالی عملا تکفیر کرده، خودش گفته من دارم تکفیر میکنم. ما بحث میزنیم به خودش، خودش همچو کاری کرده. اگه از من بپرسید میگم تو نقد علمی باید کرده باشی، یعنی گفته باشی این غلط است، این حرفی که تو میزنی غلط است. اما اتفاقا سوال بسیار خوبی کردید. غزالی دنبال این بوده که ریشه فلسفه رو بزنه. با چی؟ با تکفیر کردنش. و زد.
در اهل سنت غالب دانشکده ها ریشه رشته فلسفه رو حذف کردن. اصلا فلسفه در بین اهل سنت ریشه کن شد بعد از برخورد فارابی، برخورد غزالی. در حاشیه در میون شیعه ادامه پیدا کرد و در غرب اسلامی، غرب اسلامی ابن رشد اونجا هم بعد از مدت از بین رفت. بله نکتهش، نکته اصلی همینه که غزالی اشتباه کرد که این را اومد بحث الهیاتی رو کشون به ایمان شخصی. این اشتباه نباید تکرار بشه. ببینید خود فرد چی میگه اونجا. غزالی بله خودش دقیقا این رو گفته که این من دال این برای میگیرم که شما کافر هستید و از من بپرسید میگم اشتباه کردی، غلط گفت. خب آیا در مورد حکم ارتداد تلویحی سید کمال حیدری و تزییقات اخیرشان به بهانه بحث در چی اسلامی، در یک چیزای اسلامی اطلاع دارید؟ نه خیر بنده اطلاع ندارم. در مورد آقای حیدری تا اونجا که بنده میدانم و مقالم نوشتم به نام تکفیر و تشیع، اونجا میتونید مراجعه بکنید. من آرام به اونجا نوشتم و اطلاعاتی که داشتم رو آوردم اونجا. محدودیت های ظاهرا برای ایشون صورت گرفته و اما نمیدونم اصلا ایشون تکفیر شدن، از جانب کی تکفیر شدن، هیچ چیز بنده نمیدونم و بسیارم فکر میکنم نادرست باشه. محدودیت ها هم اجمالا سیاسی بوده. آقای سید کمال حیدری در سال 1173 از مرجعیت مقام رهبری حمایت کردند. مدت ها هم ایشون در تلویزیون های عرب زبان داشتن از مواضع دینی جمهوری اسلامی دفاع میکردند. بعد مواضعشون تغییر کرده، خب محدودیت ها برایشون ایجاد شده. اما این که بلاز دینی هم مسئله بوده یا نبوده من نمیدانم. هرچی هم لازم بوده در اون مقاله نوشتم. مقاله تکفیر و تشیع با تصویر خودشون هم هست. ای کاش از طریق دایرکت مستقیم پاسخگوی جواز سوالات باشید و تنها به ایمیل اکتفا نکنید. مزایق ما اینجا داریم که شما ندارید. ممنون. خب مزایق هم بنده دارم، مشکل وقته. یه دوستان با واتساپ و تلگرام و نمیدونم سیگنال و اسکایپ و هرچی نمیدونم از اینجا سوال میفرستن، میگم بابا یه جا بفرستید. من شبا آخر شب یک ساعت وقت گذاشتم برای پاسخ به سوالات، دیگه وقت ندارم، واقعا دیگه بیشتر از این وقت ندارم. چند روز دیگه من کلاسام شروع میشه که همین وقتم که داشتم خیلی که محدودتر میشه. لذا لطف بفرمایید هر سوالی دارید من پاسخگو هستم، سریع هم پاسخ میدم تو ایمیلا، اونجا بنویسید پاسخ بگیرید. لطفا جای دیگه هم از من نپرسید. خیلی ممنون، متشکرم. در مورد لحن به کار رفته در نقد پرسیدن. خب اونا رو اجازه بدید. در مورد اشخاص من امروز هیچ اظهار نظری نکردم، اگرچه یکی از آقایون تشریف آورده بودن یا خانم تشریف آورده بودن، من سوالش هم خوندم اینجا، ولی که امروز هیچ بحث رو کلیات متمرکز کردم. در مورد لحن، حالا چه لحن بنده چه لحن دیگران، در جلسه دیگه صحبت خواهیم کرد. اگر شما وارد متن بشید اون وقت دیگه این بحث لحن و معنا اینا، امروز هم بنده تمامش رو میتونید نگاه بکنید که با چه لحنی اینها رو ذکر کردم. این لحن من بود. خب اگر آیت الله منتظر حکم اعدام سلمان رشدی رو صادر کرده بود امروز نقدش نمی کردید؟ چرا؟ همین مستند حسین علی که منتشر شده، شما قسمت دوم شو ببینید، ببین من چه گفتم. برای من نقد استادم یا غیر استادم تفاوتی نمیکنه. آقای خمینی استاد و اساتید من بوده، ایشون نقد کردم. آقای منتظری هم هاکزا، هر کس دیگری هم نقد که زمین و به اصطلاح تفاوتی بین دوست و دشمن ندارد. حرف درست رو میپذیریم، حرف نادرست رو هم نقد میکنیم. بنده اونجا در مورد این که ولایت فقیه چطور رفت توی قانون اساسی، آقای خمینی درجه یک و آقای منتظری رو هر دو نقد کردن. منتخب این توی مستند به خاطر محدودیتی که توی ایران داشتن اون قسمت آقای خمینیش رو چیز نکردن، اصلا نشون ندادن، مطرح نکردن، رفتن منعکس شدن روی آقای منتظری و هم قسمتی از صحبت من رو پخش کردن که در مورد این بود. من کلی گفته بودم، جامع گفته بودم که همه اینها هستند و
به اصطلاح متهم در اول آقای خمینی هستند، دومش آقای منتظری هستن، سومش آقای بهشتی و پنج چهارمش هم آقای آیت و دیگران، همه رو ذکر کردن. مراجعه بفرمایید اینا این مباحث خیلی مباحث پیش پا افتاده ای، ببخشید. مشابهت حکومت انقلاب اسلامی با حاکمیت کلیسا قبل از رنسانس را برای مردم بیان کنید و اینکه هیچ حکومتی که رهبر دینی دارد در طول تاریخ موفق نبود. خیلی بیان کردیم شما فقط همین نواندیشی دینی و سکولاریسم و موارد دیگری که من نوشتم و گفتم، مراجعه بفرمود. مرز بین دین و دولت یا موانع فلواقع دین و دولت خودش یک کتاب میشه، مطالبی که من در این زمینه نوشتم. فکر میکنم بیش از بقیه در این زمینه عرض کردم و کاملا اینا مشابهت داره. اصلا خیلی به صراحت برای شما بگم که بحث این اخیراً همین مباحثی که من در مورد آقای طباطبایی داشتم و این جمله رو از ایشون آوردم و اولین بارم یادم زمانی که حکومت ولایی رو می‌نوشتم، از استاد ایشون مرحوم آقای کمپانی، آقای شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، شاگرد آخوند خراسانی آوردم که فقه را چه به سیاست، فقیهان اتفاقاً دورترین افراد از سیاست هستند. بعد آقای طباطبایی اضافه کرده تو تفسیر المیزان ذیل آیه 83 سوره نساء گفته که از رهبری فقیهان و کلن علمای دین در سیاست مفاسدی برمیخیزد. اینو من این عبارتش تو اون جلسات آوردم، مراجعه بکنید. فکر میکنم حق مطلب اونجا ادا شده اگر کسی گوش شنوایی باشد. خب بله، به نظر شما کسی که اصول دین را انکار میکند با آنچنان یا آن را تغییر میدهد از حیز انتفاع ساقط میشود، این فرد را چطور میشود مسلمان خود؟ خب به خودش مربوطه، وقتی خودش مسلمان میدونه ما چکارش بکنم؟ مسلمان است، بنده که قلب افراد کاری ندارم. که ما بنامون این بود که فرد خودش را مسلمان بداند، با ما مالی مسلمان میکنه، الان هم همینجوری است. آیا با مسلمان خواندن خودش راه مکر در پیش نگرفته؟ چون بنده نمیدونم باطن چی هست، حالا شما ممکنه بدونید، رضا عدی واژه‌ام به کار نبردم، این واژه‌ام به کار نمیبرم. ببینید این بحثا خیلی بحث دقیقیه. بحث من در ساعت الهیات، در ساعت فقه هر که خود را مسلمان بدوند با هر نیتی مسلمان میدانم بدون هیچ تفاوتی بین افراد. خب در نقد محتوای کتاب آیات شایطانی شما مقاله‌ای دارید؟ خیر، سپاسگزارم. وای جلسه‌ای که در این زمینه خواهید داشت. ببینید در مورد اون زمان که این کتاب منتشر شد، من تازه درس خارج شروع کرده بودم، تحصیل درس خارج رو سال دوم بود، من 66 درس خارج رو تحصیلش رو شروع کردم. اون زمان بنده طلبه اول خارج بودم، خب انتظارم نیست که بنده بیام حالا اون زمان فرض کن کتاب بنویسم. تا حالا مسائل مهمی مطرح بوده، خوشبختانه درباره این کتابم کتابای نوشته شده، مقالات نوشته شده. ضمن بس رمان تخیلیه، یک کسی هم باید پیدا بشه فرض بکن اون هم به شیوه تخیلی بیاد همین شکلی جواب بده، خب من تو اون وادی نیستم. دیگه ایمیلتون اعلام کنید، برید رو وبسایت من، اونجا ایمیلم هست. بله، همه جور اول این شبکه اجتماعی من ایمیل هم هست، دوستان که تازه تشریف آوردن. آیه های قرآن مبتنی بر کشتن کافرها مصداق چیست؟ کدوم آیه؟ میدونید اینا مشکل اساسی دارد. اون مواردی که در سوره توبه آمده بحث جنگ با کفاری است که آمدند معاهدات خود را با مسلمانان نقض کردند یا بر آنها هجوم آوردند و مسلمانها بهشون اجازه داده شده است که با آنها بجنگند. این در قرآن است. کدوم آیه گفته شده که کافر را بکشید؟ این همه کفار تو دنیا زندگی میکردن، چه در زمان پیغمبر چه بعد از اون، کی رفته کشتتشون؟ اصلا اینجور خبرها نیست. این که کردن تو ذهنش کسی، این اشتباه محض است. قرار نیست هیچ کافری کشته شود. اونی که باش می جنگیم کسی است که آمده امنیت ما رو به خطر انداخته، ما رو از خانه و زندگیمون خارج تبعید کرده، از سرزمینمون اخراج کرده، ما با اینا میتونیم بجنگیم. به تصریح سوره ممتحنه، آیت سوره ممتحنه 8 و 9، همین. اصلا بحث دین و ایمان نیست.
اگر کسی با مسلمانان معاهده ببندد، هندو باشد، بودایی باشد، بیدین باشد، ایتیست باشد، این معاهده قبول است، این فرد معاهد محسوب می شود، مثل اهل ذمه می شود. اینا توهماتی است که بنیادگراها از یک سو و اسلام ستیزان از سوی دیگه توی فضای مجازی حقیقه دارن پر میکنن. خب آیا احادیث ائمه را راجع به مجازات ارتداد جعلی است؟ مراجعه بفرمایید، من در کتابم یک فصل مفصل در مورد تک تک این روایات داشتم و هر کدومش آوردم، روایاتی که فاقد سند بودن رو کنار گذاشتم، روایاتی که سند داشتن رو آوردم، که از روایاتی که بر اساس همین موازین فقه سنتی رجال صحیح محسوب میشه، میشه خبر واحد، و خبر واحد که شد این رو باید با موازین قرآنی، باید متعارض نباشه، اینها متعارض هستن، با موازین عقلی دیگه هم سنجیدم. اونی که میتونم قطعا بگم جعلیست، روایاتی است که در این زمینه به پیغمبر نسبت میدن. اینو دقیقا کار کردم روش. اونجا یه روایت است میگه که من بدل دینه فقتلوه، هر که دینش را عوض کرد او را بکشید. این روایت قطعا جعلی است، تو سه ها هم اومده، تو بسیاری از کتب سته اهل سنت هم اومده. اینو اونجا نشون دادم که چجوری سندش هم جعلی است، غیر از متنش که جعلی است، سندش هم جعلی است. سه تا روایت هست تو این زمینه منسوب به پیغمبر است، متاسفانه چند قرن بعد وارد کتاب های شیعه هم شده و جعلی است بدون تردید. اما در مورد روایات ائمه بحث دیگری است، اونا رو اونجا آوردم، چون کلمه جعلی با کلمه بی اعتبار اونا با هم متفاوت است، اینا رو اونجا توضیح دادم. آیا کتب شما داخل ایران دستخوش تغییر شده یا به فایل های پی دی اف وبسایت مراجعه کنیم؟ اصلا قابل چاپ نشده که تغییر پیدا بکنه، اونش که تا 87 بوده قابل مراجعه هست، بعد از 87 هم که چیز چاپ نشده دیگه، 88 به بعد چیز چاپ نشده، همش هم که رو وبسایت من هست. بله دیگه آخرین سوالات که وقتم تموم شده، دو تا سوال دیگه، سه تا سوال جواب میدم دیگه، لطفا تمام. وقتی آقای خمینی میخواد فتوای قتل سلمان رشدی را به امضای علمای اهل سنت برساند، کاک احمد مفتیزاده که آن زمان در زندان بوده از امضای آن حکم سر باز میزند، حتی مطالبی در رد آن فتوا بیان میکند. خدا رحمت کنه ایشون رو، من یادم نمیاد همچه چیزی، اگر هست سندش رو به من بفرستید، این رو هم به اون 5 نفر اضافه میکنم، چه 6 نفر. من در مورد مرحوم مفتیزاده کتابی مقاله بلندی نوشتم که انشاءالله حالا ویرایش بعدیش وقت بکنم، کتابم خواهد شد، ولی یادم نمیاد، یادم رفته. اگر هست دوستان میشنون حتما برای من بفرستن و اعلام میکنم این رو، خدایشون رو رحمت کنم. اگر کسی ظلمی کند میتوانیم به او کافر بگوییم؟ خیر. باید بهش بگی ظالم، نه باید بهش بگی کافر. کافر کسی است که منکر خدا بشود، منکر نبوت بشود. ظالم کسی است که خلاف اخلاق عمل میکند، حق دیگران میخورد. رضا ما مسلمان فاسق داریم، مسلمان ظالم داریم، اما باعث نمیشه اینا از دین خارج بشن. هیچ گفته ای کرده ای فرد را از دین خارج نمی کند مادام که خود را مسلمان بداند. این همون چیز عوامانه است، همون تکفیر عوامانه است که گفتم. خب چه راهی برای مقابله فقهی و دینی برای نجات جان آنها که در معرض فتوای قتل قرار می گیرند می شود ابداع یا پیدا کرد؟ مثلا ابداع یک مرکز یا مبدع معتبر جهانی برای صدور ضد فتوا. نه این راه جواب نمیده. همین ببینید الان، حالا من توی گفتار بعدی نکات خیلی مهمی در این زمینه دارم، مهمتر از بحث امروز. بحث امروز مباحث نظری بود، اون مباحث تطبیقی تو جلسه آینده انشالله اونجا خواهم گفت. و یکی از نکات مثبت، ببینید در آقای خمینی چند بار فتوای ارتداد صادر کرد، یکیش در مورد سلمان رشدی بود، یکیش در مورد یک فردی توی رادیو داشتن شبوش میکردن که یادتون در قصه اوشین بود و با فاطمه زهرا مقایسش کرده بود و اینها، که گفتن اگر این فرد ملتفت بوده ارتداد داره و اینا، بلا فاصله هم رادیو به دست و پا افتاد که با ملتفت نبوده و ازش گذشتن. یک مورد دیگه هم ارتداد جبهه ملی، که من در مورد این سلسله مقاله نوشتم، حکم ارتداد جبهه ملی رو ایشون صادر کردن.
خب این سه تا تو ذهن من هست و اون یکیش که ارتداد گروهی هم هست دیگه، ارتداد گروهی است، مفصل بحث کردم که میگه رئیسشان هم مسلم نبود، یعنی دکتر محمد مصدق و توابعش. خب حالا بیان از این سمت، زمان جانشین ایشون آقای خامنه‌ای تا حالا کیو تکفیر کرده؟ من پیدا نکردم، اگه هست برای من بفرستی. رضا عزیز هست؟ خب بارکلا. چرا؟ به خاطر که ایشون نه به دلیل اینکه دوست نداشته، به دلیل که فهمیده به ضررش. اینقدر الان حکم ارتداد صادر کردن، حکم تکفیر صادر کردن قبیح که هر که صادر بکنه مشاره بلبنان میشه، میگن نگاه کن این داره چیکار میکنه. نه تنها این کارو نکرده، بلکه وقتی چندین مورد رفته بودن که اینا رو من شواهدش رو جلد گفتار بعدی میارم که میخوایم فلان رو تکفیر بکنیم، اینو تکفیر کنیم، اونو تکفیر کنیم، ایشون به صراحت نه یک بار چندین بار ذکر کرده که برید استدلال کنید، برید برهان اقامه بکنید. ای که نشد کار، تکفیر کردن هم شد کار. حوزه های علمی باید استدلال داشته باشن، بیاد کار علمی بکنید. باری کلا حرف حسابیست. برخورد منصفانه یعنی همین. بنابراین ببینید آدم باید اگه حرف درست رو ایشون زد بنده حمایت میکنم، حرف غلط هم فرض بکنید استادم یا استاد اساتیدم زده، اونا رو من نقد کردم. این برادر من روش اخلاقیست. برای همین ذکر میکنم که امروز حتی ببینید هیچ فتوای ارتدادی من میتونم بگم تو 30-40 سال اخیر صادر نشده. من خیلی هم چیز هستم، دقت دارم، حتی این آقایونی که خیلی به این سیاق بودن نوع مسئله، اسمشون رو میبرم جلسه بعد تحقیق کردم و موارد رو ذکر میکنم که اینها اومدن فرض کنفتن حرف غلطه، استدلال کردن اما کسی رو تکفیر نکردن، حکم ارتداد صادر نکردن و این خیلی چیز خوبیه. یعنی شما فکر نکنید که آقایون نشستن دونتون دارن تکفیر میکنن، مسابقه مثلا ماشین صدور حکم ارتداد تکفیر دارن، همچه چیزی نیست. اسمم ببرم، حالا مثلا فرض بکنید آقای مکارم شیرازی که من قبلا فراوان ازشون انتقاد کردم، اما لااقل توی مسئله تکفیر من ازش سراغ ندارم. تو اخیر، توی 20 سال اخیر، حالا تو قصه اون مسئله وحدت وجودیش روی حرف زده، ولی لااقل توی مسئله علمی نه. آقای جعفر صبحانی نقد علمی کردن اما تکفیر نکردن. حتی فردی که متهم است از مراجع است همشون تندتر است، آقای حسین نوری همدانی که من حرفاش رو هم خوندم، اون هم ازش نقطه پیدا کردم که اونم تکفیر نمیشه از توش در بیاری. این دیگه از اینا بدتر که نداشتیم، از اینا تندتر که نداریم الان، این دیگه خیلی صریح روشن. بنابراین میخوام بگم که اصلا مسئله تکفیر و ارتداد به حمدالله داره به یه جاهایی میرسه که دیگه میشه گفت که بسیاری از مراجع ازش استفاده نمی کنن، چون میبینن که به ضررشون هست، به ضرر اسلام هست. فراوان فرض کنید خدمت آقای سیستانی رفتن، ایشون هیچ کدومش به حرفا گوش نکرده و این خیلی نکته خوبیه، کار درستی که داره صورت میگیره. حالا مطالب دیگری هست، انشالله به شکل تطبیقی در جلسه بعد این درس گفتار ادامه میدیم. البته جز این نیست، یک چیز مستقل خواهد بود اما در همین روال خواهد بود. خب از صبر و حوصله همه شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.